به نام خداوند یکتا و به نام یکتای بی همتا، به نام بخشنده مهربان، به نام پروردگاری که ما را از عدم آفرید و به واپسین دینش که همانا دین مبارک اسلام است هدایت فرمود. و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سید فرزندان آدم محمد صلی الله علیه و سلم و بر خاندان و یاران با وفایش و بر آنان که تا روز رستاخیز رهروان راه اویند. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، در هر کجایی که هستید و در هر کجایی که در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید و صدای ما را می شنوید، خدمت یکایک شما فرزانگان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که صحت و سلامت و سرحال بوده و در همه امور زندگیتان موفقیت و کامگاری همراهتان بوده باشد. دوستان گرامی، خوشحالم که بار دیگر با یکی دیگر از سلسله برنامه های قلب آسیا خدمت شما هستیم، خدمت شما بزرگواران که با دلهای بزرگ و قلبهای فراختان همیشه از ما در خانه هایتان مهمان نوازی میکنید. دوستان گرامی، بحث امروز برنامه من روی وضعیت مهاجرین افغانی در کشورهای همسایه به خصوص ایران است. طور که می دانید وقت انسان در دیار خود، در خانه و کاشانه خود، در همان محدوده جغرافیایی که زندگی می کند، ساحه امنیت، استقرار و ساحه کار و بالاخره که در قدم اول همانا عبادت خداوند تعالی قرار دارد برایش تنگ می شود و نمی تواند آن طور که باید پروردگارش را پرستش و عبادت کند، آن طور عبادت کند. در این صورت خانه و کاشانه را که سالها در آن زندگی به سر برده و آبا و اجدادش در آنجا متولد شدند و سالهای زیاد را در آن سپری کرده است و دوستی و محبت و عشق و علاقه خاص به آن دیار دارد، مجبور می شود که دیارش را، خانه اش را، کشورش را ترک کند و به سوی دیاری که در آنجا بتواند زندگی آرام و از همه مهمتر عبادت پروردگارش را به جا آورد، به آن طرف و آن سو رخت سفر می‌بندد. چنانچه دیدیم وقت ساحه کار و ساحه فعالیت و ساحه دعوت بر سید فرزندان آدم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تنگ شد، به فرمان پروردگارش راه هجرت را در پیش گرفت و قبل از اینکه خودش هجرت کند، دوستان و یاران و آن عده از مهاجرین و آن عده از صحابه که به ایشان ایمان آورده بودند و در سختی و دشواری در مکه به سر می بردند، به آنها دستور دادند که راه هجرت را به سرزمین پادشاه عادل، به سرزمین حبشه هجرت کنند، در سرزمینی که در آنجا مورد ظلم و ستم قرار نمی گیرند. بالاخره مهاجرین به آنجا سفر کردند و در آنجا طور که ام المؤمنین ام سلمه می گویند در آرامش و استقرار به عبادت خداوند می پرداختند. خوب، هجرت های زیاد در طول تاریخ صورت گرفته است.
از اینکه بحث ما پیرامون وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به خصوص ایران است، ملت مجاهد و شهید پرور افغانستان پس از تجاوز و اشغال کشورشان توسط شوروی وقت مجبور شدند که به طور دست جمعی به کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان که آنها را به قول سعدی شیرازی اعضای خود می دانستند، چنانچه سعدی می فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ملت مجاهد و شهید پرور افغانستان به امید اینکه در کشورهای همسایه، در کشورهایی که همکیش و همفرهنگ و همزبانشان هستند و در یک حوزه فرهنگی زندگی می کنند، به آن دیار پس از اینکه ساحه کار و ساحه فعالیت و ساحه عبادت بر رویشان در کشورشان تنگ شد، پس از اشغال شوروی سابق به صورت دست جمعی و گروهی راه هجرت به سوی کشورهای همسایه چون پاکستان و ایران را در پیش گرفتند که این هجرت البته در سالهای دهه 80، دقیقاً سال 1979 میلادی بود. و پس از اینکه جریان‌ها و حرکت‌های جهادی در افغانستان بر حکومت کمونیستی که در کابل حاکم بود پیروز شدند، مجاهدین افغانستان و ملت افغانستان امید چنین روزی را داشتند و به کشورشان برگشتند، اما متاسفانه بار دیگر جنگ هایی که دست های بیگانگان مستقیماً در آن دخیل بود جنگی دیگر در گرفت که بار دیگر مجبور شدند که کشورشان را دوباره به مقصد کشورهای همسایه ترک گویند. خب بیننده های عزیز و گرامی، البته در این برنامه حرف اول را شما بیننده های عزیز میزنید. در اینجا شما هستید که درد دلتان را به گوش دولت مردای افغانستان، به گوش سازمان های جهانی که داد از حقوق حمایت از حقوق ملت ها میزنند میرسانید. پس من زیاد پر حرفی نمی کنم و ان شاء الله فرصت را به شما بیننده های عزیز می دهم که دیگر دوستای ما هم تلفن های برنامه را زیرنویس کنن. خب قبل از این که صحبت های بیننده های عزیز را دریافت کنیم، قرار بود آقای اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ما باشند و ایشان تا لحظات قبل، تا نیم ساعت قبل از شروع برنامه هم آماده بودند، اما متاسفانه نمیفهم که روی چه دلایل از مشارکت با ما عبا ورزیدند و تلفنشان بارها دوستای ما از اتاق فرمان به ایشان تماس گرفتند، اما متاسفانه طور که عرض کردم تلفنشان خاموش است. خب دو مهمان دیگر عزیز و گرامی را در خلال این برنامه، البته از ابتدا انشاءالله با ما خواهند بود، آقای محمد عظیم واکمن وکیل مدافع آزاد از افغانستان و آقای فضل غنی کاکر هماهنگ کننده برنامه های تعلیمی و انکشافی نور از کابل که ایشان در بخش حقوقی مهاجرین افغانی در بیرون از کشور هم فعالیت دارند. مثل اینکه جناب آقای فضل غنی کاکر با ما روی خط هستند. جناب فضل غنی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. جناب فضل غنی صدای ما را میشنوین؟ بله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما صدای استاد درست نمیشنم، نمیفهم که علتش چیست. خب استاد، بار دیگر خدمتتان عرض سلام و ادب دارم، چون ما صدایتان درست نمیتونستم بشنوم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در ابتدای برنامه از شما جهان سپاس و امتنان داریم که به دعوت ما لبیک گفتین و دقایق از وقت پربهایتان را خدمت ما و بیننده های عزیز قرار دادید. استاد گرامی، متشکر استم. البته یکی از جمله وجایب و فرائض خود میدانم. سلامت باشین استاد گرامی. البته طوری که من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، ما سوالهایی را میخواستیم خدمت آقای جرأت که البته از دیروز به ایسو به ما وعده سپرده بودند و آماده مشارکت در برنامه بودند که ایشان سخنگوی وزارت امور مهاجرین هستند، اما متاسفانه که نتانستیم که تلفنشان طوری که بیان کردم خاموش بود. خب استاد گرامی، اگر میشه در ابتدا به طور عموم اگر صحبت کنیم، علت این که مهاجرین افغان و ملت افغانستان به طور دست جمعی به طرف کشورهای همسایه رخت سفر بستند و به اون کشورها هجرت کردند، علل اصلی از این چی بود اگر خیلی ها به طور فشرده و مختصر بیان کنین؟ با عرض سپاس و تشکر از شما، الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. البته تمام ملت مسلمان و غیور و مجاهد افغانستان و همچنان تمام انسانای آزاده و آزادی خواه و تمام انسانهای بشر دوست این حقیقت می فهمند که مردم غیور افغانستان او ملتی هست که بالای سرزمین خود، بالای وطن خود عاشقانه و با محبت کامل برای سالهای متمادی در طول تاریخش با افتخارات زندگی کرده، ولی علت و سبب آواره شدن این ملت غیور به کشورهای همسایه بالخصوص هجوم و تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. بله استاد بفرمایید. در نتیجه کودتای هفت ثور که البته باید این را یک کودتای نامیمون گفت، ملت افغانستان مجبور شد وقتی که دین، نوامیس، مقدسات از سوی یک دسته مردم زیر تاخت و تاز قرار گرفت. ملت مجبور به این شد تا دین، مقدسات و نوامیس خود را از شر این انسان‌هایی که با بسیار تأسف به وعده‌های دروغین اتحاد جماهیر شوروی آن وقت سبب شده بود، اینها ترک دیار خود بکنند. همچنان این فرازیر شدن مردم غیور بسیار به کثرتش در به پاکستان و جمهوری اسلامی ایران بعد از هجوم و تهاجم مستقیم قشون سرخ، البته که در نتیجه ظلم ها و مظالمی که اونها در سرتاسر افغانستان
با همدستی و همنوایی یک تعداد از ایرانی که اینها در افغانستان از سالهای متمادی تربیه کرده بودند، مردم با بسا مشکلات از مرزهای کشور به دو کشور همسایه هجرت کردند. تا اینها جان و نوامیس خود را و همچنان مقدسات دینی خود را حفظ بکنند. خب استاد گرامی، سلامت باشین. توضیحات را فرموده. در ابتدا البته سبب اصلی و علت عمده هجرت ملت غیور و شهید پرور افغانستان همانا اشغال این کشور از طرف مزدورهای اتحاد جماهیر شوروی و کمونیستای وقت بود و البته علت دومش هم همانا فقر و تنگ دستیه که امروز ملت در آن به سر میبره. به عنوان سوال دوم استاد میخواستم بپرسم که دولت افغانستان به چی میزان مسئولیت های خیش را در قبال حمایت از حقوق مهاجرین خیش در کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان و بالاخره یک تعداد هم در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که هستن، تا چی میزان ادا کرده به نظر شما؟ با بسیار تأسف که دولت افغانستان در طول 12-13 سال دوره حاکمیت اینها نتوانستن که حقوق مهاجرین را به این کشورهای همسایه و حتی مهاجرین داخلی که به نام بیجا شدگان داخلی یاد میشه اینها آب کرده باشن. اینها تقصیرات خیلی ها زیادی دارن. ارقامی که اینها پیش روی ما هست در نتیجه عدم توجه دولت و دولت مردان فعلی حاکم، تعداد بسیار زیادی از مردم افغانستان در داخل کشور آواره هستند، عدم وجود فرصت‌های شغلی و کاری، فقر و دستنگی عامل دیگری است که اکثریتی از جامعه افغانستان و مردم افغانستان مجبور میشن که خانه و کاشانه خود را ترک بکنن. حسب ارقام از سال 2013 تنها در جنوب افغانستان 47,439 نفر بیجا شده از مناطق جنوب هست. بله. از غرب 26,598 نفر بیجا شده است. از شمال افغانستان 21,011 تن بیجا شده است. از جنوب شرق 5,098 نفر بیجا شده، شرق 6,042 بیجا شده و مناطق مرکزی افغانستان 4,500 بیجا شدگان هست که تقریبا این ارقام بسیار زیاد بلندی هست که فقط در نتیجه ناامنی ها که عدم رسیدگی دولت سبب شده است این مردم خانه ها و کاشانه های خود را ترک کرده و در داخل کشور، در داخل افغانستان اینها محروم شدن از زندگی در خانه های خود. بله استاد گرامی، واقعا همین که سخنگوی یک وزارت که مسئولیتش است و جوابگوست در برابر رسانه ها، سخنگوی وزارت امور مهاجرین، همین که ای برادر حاضر نشدن که دیگه نمیفهم که دلیلش چه بود و حاضر نشدن که با ما در تماس باشند و سوالات را که ما تهیه کرده بودیم از ایشان سوال کنیم، این خودش نوع از بی‌توجهی
و بی تفاوتی دولت افغانستان، به خصوص وزارت که مسئولیت حمایت از مهاجرین افغانی در خارج از کشور را دارد، این خودش نمایانگر بی تفاوتی و بی توجهی این دولت است. خب استاد، سوال بعدی که میخواستم بپرسم ایست که به نظر شما وضعیت مهاجرین افغانی در دو کشور همسایه به خصوص ایران چگونه است؟ اگر در رابطه توضیحات را بفرمایید. ما خدمت شما عرض بکنم که مؤسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور عضو یک شبکه به نام اطران هست، APRRN، که تقریبا در آسیای جنوبی و همچنان آسیای مرکزی تقریبا اینها وضعیت مهاجرین تحت مطالعه خود دقیقا قرار میتن و همچنان در بخش حمایت اینها کار میکنن. ما عضویتی از این شبکه را داریم. ما در روزهای نزدیک تقریبا در ماه اپریل سال 2014 یک برنامه ای را به تهران داشتیم. ما به یقین به شما بگویم که وضعیت مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران با وصف همکاری هایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و یا نهادهای بین المللی صورت میگیره ولی خوشایند نیست. و ما تقصیر بیشتر را از زمامداران دولت جمهوری اسلامی افغانستان میدانم و بالخصوص کسانی که اونها در سطح نمایندگی از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران تشریف دارند. بله، مخصوصا سفارتخانه ما در تهران و کنسولگری در فکر کنم در مشهد، اینا مسئولیت عام و تام دارند. بله، من به یقین برای شما بگویم که ما مکاتبی که از طرف یکی از نهادهای بسیار محترم ایرانی به نام حامی تأسیس شده، اینها بارها این شکایت خود داشتن که ما برنامه تعلیمی برای اولاد مهاجرین داریم، دعوتنامه ای روان میکنیم و از سفارت میخواهیم که شما لطف کرده یک بار تشریف گیرید، یکی از برنامه های ما شرکت بکنید. اینها متاسفانه تشریف نمیارن و از احوال مهاجرین آنجا اینها جویا نمیشن. به همین شکل بعضی مسائل حقوقی رخ میده در جمهوری اسلامی ایران که بعضی هایشان شکل امیر داشته میباشه که در اینجا البته رسیدگی سفارت لازمی می باشه که از طرف بعض حلقات حقوقی و قانونی ارتباط گرفته میشه، ولی متاسفانه از سفارت در این رابطه کم توجهی صورت می گیره. واقعا استاد گرامی، بحث نمایندگی بود و بحث سفارت های دولت افغانستان در خارج از افغانستان بود. متاسفانه کسالت، تنبلی و بیتوجهی نمایندگی های افغانستان در خارج از کشور البته مشهود است و تعداد غالب مهاجرین افغانی در خارج از کشور این مسئله را به خوبی حس و لمس می کنند. وقت ما از کشورهای همسایه اینقدر توقع داریم که اونا باید مهاجرین ما را مورد توجه قرار بدن، به اونها کمک بکنند، به مشکلات از اونا رسیدگی بکنند، البته از نمایندگی های خود توقع به مراتب بیشتر داریم. توقع چی که این یک حق مسلم فرد افغانی است که در خارج از کشور مورد حمایت این نمایندگی ها قرار بگیره. اصلا سوال اینجاست که این نمایندگی ها، این سفارتخانه ها، این کنسولگری ها برای چی تأسیس شدن؟ شما باور بکنین که هر کدامی از تعمیرهایی که برای این نمایندگی ها به کرایه گرفته میشه، اینها بالاتر از 100 هزار دلار، کمتر از اون هستند و اینکه به چقدر از دیپلمات ها در اونجا مقرر میشن، چقدر کارمند ها در اونجا مقرر میشن و این سفیرها و کنسول هایی که در اونجا تعیین میشن و مصارف و
حقوق از اینا را در نظر بگیریم، کرای اولی از اینا را، کرای خانه و اقامتگاه های از اینا را در نظر بگیریم. ای فکر کنید که حتی من گفتم میتونم که حقوق تنها یک سفیر یا یک کنسول، حقوق یک ماهی از این حتی بر یک مکتب بسنده میکنه، بر یک مکتب با تمام پرسونلش. متاسفانه من نمیفهم که اینا چه فکر میکنن و در چه خیال زندگی میکنن. آخر وقتی که کنسولگری، وقتی که نمایندگی، وقتی که سفارتخانه در بیرون از کشور تأسیس میشه، تشکیل میشه، ایجاد میشه و در اونجا شما تعیین میشین، شما به خاطر چی تعیین میشین؟ هدف چی است؟ هدف است که شما به خاطر وجود چند مهاجر افغانی، چند کارگر بیچاره که در او کشور است، به خاطر از او تعیین میشین. وگرنه چی نیازی، چی ضرورتی است که ما در هر کشور نمایندگی داشته باشیم و دیگه سالانه تقریبا به بیشتر از صدها هزار دلار، حتی بیشتر از میلیون ها میلیون دلار ما به مصرف برسانیم. خوب استاد گرامی، به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی یک کلیپ را میبینیم و پس از آن خدمت بیننده های عزیز خواهیم بود. با ما باشیم. احمد خالد فایق، یک تن از باشندگان شهر کابل. چون سوال در این مطرح بود که پیامدهای مثبت و منفی مهاجرین، یکی وقتی که یک تعداد از مردم بر اثر آفات طبیعی یا بر اثر جنگ‌های داخلی، یک تعداد از مردم مجبور میشن به ترک وطن و میرن ترک وطن میکنن، به کشورهای دیگه مهاجر میشن، هجرت میکنن. خب در این زمان پیامدهای مثبت و منفی دارن. اونا وقتی که هجرت میکنن در یک از کشورهای بین مرزی، در این زمان از ناحیه علم نفس یا روانشناسی کلمه بسیار مهم و موثر ده اینجا وجود کلمه وجود داره ده اینجا که انسان وقتی که هجرت میکنه از یک کشور به کشور دیگه، یا موثر میباشه یا متاثر میباشه. موثر به این معنی است که وقتی که در این کشور است، در کشور خود است، وقتی که هجرت میکنه به کشور بعدی، یک کشور دیگری، در اونجا احیانا دارای ثقافت و فرهنگ قوی اگر بود، اینجا موثر واقع میشه به کشور دیگه. اما در این زمان اگر که فرهنگ از این متاثر و متاثر از فرهنگ بیگانه بود، در اینجا متاثر در کشور بعدی، متاثر از فرهنگ دومی میشه. یک تعداد از افغان ها هجرت کردن به طرف ایران رفتن و تعداد دیگه به طرف پاکستان و دیگه همچنان یک تعداد دیگه را به کشورهای غربی اروپایی. در این زمان میبینیم که امو فرهنگ و کلچر اصلی افغان در اینجا در معرض خطر قرار گرفته. یک تعداد ها از پاکستان کشور فرهنگ و ثقافت پاکستان را اینجا آوردن و یک تعداد دیگر از ایران فرهنگ ایران را اینجا آوردن. و اصل سوال در اینجاست که چرا، چی سبب میشه که یک تعداد از مردم، بالخصوص تعداد از جوان ها، اینا مجبور میشن به اینکه به کشورهای خارج سفر بکنن، استرالیا، اروپا و غیره و غیره. طبعا نمی جنگ های داخلی کشور باعث از این شد که یک تعداد از جوان ها هجرت بکنن به کشورهای دیگه، بالخصوص عدم سبب اصلی از اونها عدم کاریابی از اینا در کشورشون است. طبعا اینجا شرایط کاری و فرصت های کاری مساعد نیست و یک تعداد از حکام و زعمای کشور به خاطر نفع شخصی خود تمام امی فایده را قربانی فایده شخصی خود کردن، دیگه یک تعداد مجبور میشن که بعد برن به کشور خارج. خب طبعا وقتی که در کشور خارج میرن، در اونجا به شکل قانونی و رسمی نمیرن که از طریق ویزا و پاسپورت و غیره و سفر بکنن. خب طبیعی است که از طریق قاچاق میرن و هزینه هم گفت را مصرف میکنن اونجا دارا و یک تعدادشان دارا از طریق قاچاقبران اینجا یک تعدادشان کشته میشن و یک تعدادشان دستگیر میشن و اسیر میشن و تعداد دیگه به اونجا میرسه. اگر اوضاع امنیتی درست باشه، ما فکر نکنم که هیچ یک از فرد از افغان از اینجا سفر بکنن به خارج اینجا سفر بکنن. دیگه اگر زمینه و شرایط مساعد شوه، حتی تعدادی که اونا در بیرون از کشور هم زندگی میکنن، اونا شاید خودشان به شوق علاقه خود اونا پس بر رحیم سید عبدالمالک سادات، یکی از باشندگان ولایت کابل هستن. مردم به خاطر سبب مختلف گوناگون داره. دوره هجرت زمان خشون سرخ شوروی که بود، که حمله کردن، تجاوز کردن در کشور ما، تمام افغان ها مهاجرت کردن به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی. برای از که جنگ قوای خشون سرخ شوروی برآمد، مردم کدام امیدی که داشت در پاکستان و در ایران و در دیگر کشورها که ما پس به افغانستان برگردیم، ما بریم به وطن خود آزادی آمد. بدبختانه که در وطن یک خانه جنگی بسیار کلان، یک تنظیم جنگی بسیار کلان رخ داد در بین خود
رهبرای ما که اونا سر چوکی و سر قدرت جنگ میکردن، سر قدرت سیاسی جنگ میکردن، بسیار مردم کشته و زخمی شد، مردم مجبور به هوش شدن که پس برن به کشورهای خارجی برن. فعلا هم بسیار جوانان افغان هستن که فعلا هم در زندان ها هستن و هیچ سفارت کنسولگری افغانستان که در اون کشور میباشه یا در ایران یا در پاکستان یا در ترکیه هیچ از مهاجرت خود کدام پرسپال نمیکنه، پرسان نمیکنه که چقدر مهاجر ما داخل میشه، چقدر قانونی میاد، چقدر غیر قانونی میاد. اونا هرگز از این پرسان نمیتونه کرده از مهاجرین خود. و فعلا مهاجری که زندگی میکنه در پاکستان و ایران، مهاجرینی که زندگی میکنه بسیار زندگی دشوار است، زندگی تلخ است. پلیس به خاطر مزدوری نمیمونه در پاکستان، پلیس اذیت میکنه. اگر یک انفجار و انتحار در پاکستان میشه به خاطر امو کردیت رکمو به حساب اوزای پلیس یا قماندانی امنی امو منطقه پاکستان بگیره، میای موترا را پر از افغانا میکنه، افغانا را داخل زندان میبره به خاطر کردیت خود. همچنان در ایران و ما هیچ بازخواستگر نداریم، هیچ کار. افغانای ما اعدام شد در ایران، شما ببین سالانه که افغانا جوانای ما اعدام میشه به هر قسم و دولت افغانستان چیزی نمیکنه. بازم مردم که میخزه بسیار که مردم درد دل میکنه، طرف کنسول ایران در ولایت هرات سنگ پرتاب میکنه، بازم دولت از خود با مردم یک چی نشان میده، افغان ناراضیت نشان میده. بسیار افغانا مجبور هستند چون قاچاق برای ما کمی افغانا برای دولت ما خوب معلوم است. قاچاق بر فعلا در کابل در جای مختلف است، در سرای شاهزاده قاچاق بر موجود است، در گلوار سنتر قاچاق بر موجود است. جوانا را میگیرن منحرف میکنن، جوانا را مغزایش مشوش میکنن، 12 سال مکتب میخونن یا دانشگاه میره یا واسه دانشگاه را نداره، بعد نور قاچاق بر تشویق میکنه، پولش هم میگیره، پیسهش هم میگیره، بعد نور نمیرسونه که سه دفعه تارگت میکنه که من تو را سه بار میبرم پس تو را میارم، اما او را بردن نمیتونه، رسانده نمیتونه. چرا دولت خود ما می قاچاق برا را جلو شده می افغانستان بگیره، در افغانستان جلو قاچاق برا را بگیره، اما مهاجرین فعلا بسیار به حالت دشوار دست که ما تقاضای ما از وزارت خارجه این است که یک کمی امو قانون حداقل 5% قانون کنسولی که در کشورهای خارجی از یک کشور می باشه امور سر سفیرا و سر امو کنسولگرا تطبیق کنه که از مهاجرین بازخواست کنه و پرسان کنه. و یک مشکل دیگه که بسیار مشکل اساس است و بسیار مردم افغانستان رنج میبره با وصفی که ما از جنگای خانه جنگی، از جنگای خارجی، ما از تمام جنگا رنج بردیم، حال فعلا یک بدبختی کلان، حال فعلا یک بدبختی کلان رخ داده که او مواد مخدر است. شما ببینید که مواد مخدر است، جوانای ما به ایران میره، کلشان اینجا پدر و مادر کلشان منتظر است که بچه‌م به ایران رفته پس میاد برای ما کار میکنه، اما ایران نمیفهمه که از کدام طریق و از کدام راههای گوناگون اونها رو به مواد مخدر مبتلا میکنن. پس ما ببینیم در کابل در زیر هر پلچک هر پل ببینید شما به صدها تا جوان است که اونا مواد مخدر مبتلای مواد مخدر هستن که نار ایرانی ها اکثر اصلا اگر کسی میگه که این مردم میره خودشان در ایران به مواد مخدر مبتلا میشه یک گپ دروغ است. این اصلا این یک سیاست و پالیسی حکومت ایران است که حکومت ایران میخواد که ازیرا جوانا را ازیرا میخواد که افغانا را خراب کنه. یک پالیسی خود حکومت ایران است. ما از حساب مواد مخدر زیاد رنج میبریم و ما علل خصوص ما از دولت خودی تقاضا میکنیم و از حکومت آینده که به جای آقای کرزی هر رئیس جمهوری که نوی که میآید اگر چی دکتر سیف عبدالله باشه یا چی دکتر سیف اشرف غنی باشه، ما از او تقاضا داریم که به دولت ایران و به حکومت ایران به دایی باره بسیار زیاد گپ بزنه. اگر به خاطر مهاجرین صحبت نتونستن همی جوانای ما را کجا میبره به مواد مخدر مبتلا میکنه، ما خواهش میکنیم که دیگه جوانای ما را به مواد مخدر مبتلا نکنه. اصلا مواد مخدر هم که برشان میاد امور صحیح درست ندیدن، صحیح فکر نکردن، کدام کپسولا و کدام تبلت های تاریخ تیر شده که میباشه اونا را برشان با او تر میکنه، جور میکنه، بعد اون را بر افغانا میت از یک طریق میت اونا را افغانا را به راه بد اخلاقی و به راه مواد مخدر افغانا را مبتلا کرده. ما از این بسیار زیاد رنج میبریم از این کار. چنان مهاجرت کردیم، بسیار زیاد مهاجرت کردیم، در چندین کشورهای از خارج رفتیم، مثلا پاکستان رفتیم، ایران رفتیم، مالزی رفتیم، مکدیگر رفتیم، اما ما افغانیت خود با مردم نشان دادیم. ما کشور مالزی ما رفتیم، با پیران تنبان رفتیم، پیران تنبان پس اومدیم، ما افغانیت خود نشان دادیم، 5 وقت نماز خوندیم و ما دیگه افغانای کجا بودن، همون معسلینی که ما را دیده در کشور مالزی ما را معسلین بودن، حتی برام میمونی کردن، گفت آفرین که ما را در یک پارک دیدن که نماز میخونی. و این رقم همچنان در ایران و همچنان در پاکستان خودم آرزو دارم که ما برم به مردم افغانیت نشان بدم که مردم افغانا چقدر با شعور، چقدر با استعداد، چقدر مسلمان و چقدر درک میکنه جامعه را درک میکنه. خودم شوق علاقه دارم و به این حالت فعلی که هستن در کشور ایران و پاکستان علاقمند مسافرت نیستم. گرامی با عرض سلام مجدد خدمت شما هستیم با برنامه قلب آسیا از طریق کانال جهانی
وصال حق. موضوع برنامه وضعیت مهاجرین افغان در دو کشور همسایه به ویژه ایران بود. کلیپ را البته همه تان مشاهده کردید و من حرف ندارم، چون نقاط مهمی که بود خود دو شخصی که خودشان مهاجر بودن چشم دیدهایشان حکایت کردن، و یک نقطه که باز هم قابل اشاره است، این برادرها یعنی اشاره کردن که نمایندگی های ما، کنسولگری های ما هیچ نوع فعالیت، هیچ نوع مسئولیتی را ادا نمی کنن. خب استاد گرامی، استاد کاکر، شما هم صحبت های این دو مهاجر شنیدین، اگر چیزی گفتنی دارین در خدمتتان هست. البته واقعا که حب وطن و محبت به افغانستان ای در اعماق عروق هر افغان وجود داره و موجود هست، و این چیز در صحبت های امی برادرایی که صحبت کردن، مهاجرینی که به ایران و پاکستان و حتی به مالیزیا ماندن، محبت خود را با وطن واقعا از الفاظشان حقیقت این معلوم می شد. ما هم خدمت عرض بکنم که در سال 2002 بعد از تحول سیاسی که در افغانستان رخ داد، 5.7 میلیون افغان بسیار به خوشی و علاقمندی به افغانستان عودت کرد. ولی با تأسف امی تعداد غفیری از مهاجرینی که دوباره به وطن خود برگشتن، بنا به عدم توجه و عدم استعداد و توانایی های صلاحیتی دولت مردان ما، از یک سو خویی عودت مهاجرین متوقف شد به کشورشان، بلکه دوباره ای تعداد مردم مجبور شدن که دوباره به کشورهای همسایه برن و یا به دست انسانهای قاچاقبر جوانهای ما بیفتن که تعداد از آنها یا معتاد به مواد مخدر شوند و یا هم غرق در دریای هند و اطلس شوند. دیگه ما به حیث یک افغان و کسی که بیشتر با مسائل مهاجرین از طریق نهاد خود فعالیت میکنم، کار میکنم، خواهش ما از دولت مردان افغانستان و بالخصوص وزارت محترم مهاجرین و عودت کنندگان ای هست که در این راستا اینها کم توجهی نکنند، بلکه با بسیار جدیت روی عودت مهاجرین، روی دوباره اسکان مهاجرین، شهرک های مهاجرینی که البته ایجاد شده، این واقعا به مهاجرین، کسانی که مستحق هستند، به اونها برسانند. خیلی ها جای تأسف است که شهرک های اینجا به نام مهاجرین تأسیس میشه، ولی با تأسف کسانی در اوجا برایشان زمین و نمره داده میشه که اونها امکان داره ده ها خانه داشته باشند. دیگه این چیزی هست که ما واقعا نزد خدا مسئولیت داریم، نزد پیامبر مسئولیت داریم، نزد این امت مسلمان ما مسئولیت داریم. من نمیفهم چرا زمامداران این چیز را درک نمی کنن، چرا زمامداران در این رابطه تساهل می کنن و یا کسالت می کنن. این خدا نخواسته فردا به یک مصیبت بزرگتری مبدل میشه که باز امکان داره که دامنگیری همین کسان که مسئولیت داشتن و مسئولیت خود ادا نکردند هم بشه. خوب استاد گرامی، چراهای زیادی هست، اما متاسفانه چشم بینا و گوش شنوای کمی وجود داره. از اینکه استاد گرامی لحظات از وقت پربهایتون را خدمت ما گذاشتین و دقایق را با ما سپری کردین، اظهار سپاس دارم از شما استاد گرامی، و به امید اینکه در برنامه های آینده هم با ما باشید، با شما خداحافظی میکنم استاد. موفق باشین، خداحافظ شما. سلامت باشین استاد گرامی، سلامت باشین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بیننده های عزیز و گرامی، دوستای ما در اتاق فرمان البته تلفن های برنامه را باز هم زیر نویس کنند تا بیننده های ما که از ابتدای برنامه ما هم وعده سپرده بودم که
وقت زیاده را ما در این برنامه مخصوصا برای بیننده های عزیز اختصاص دادیم تا اونها دلگفته ها و درد دلهایشان را و خواهشاتشان را و مشکلاتشان را از طریق این برنامه به گوش های شنوایی که البته امروز خیلی ها کم است برسانند. دوستای گرامی، اگر مهمان دوم برنامه استاد محمد عظیم واکمن با ما هستند، خب هنوز وصل نیستن. خب دوستان گرامی، افغان های که در کشورهای همسایه در نتیجه جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفت و به علت فقر و تنگ دستی و به علت بی توجهی دولت افغانستان در کشورهای همسایه به سر میبرند، مشکلات زیاده دارند. البته تنها هدف از نشر و پخش و دایر کردن این برنامه هایی نیست که ما ملت های همسایه را که در دوران جهاد مقدس ملت ما علیه اتحادیه جماهیر شوروی در کنار ما ایستادند، ملت ایران و ملت پاکستان و از ملت برادرشان افغانستان به خوبی و خوشی استقبال کردن، تنها یعنی بدگویی و خدای نخواسته و ای که ناسپاسی کنیم نیست. اما آنها باید متوجه باشن که به گفته شاعر ما در کشورهای از اینها به در پی به اصطلاح گرفتن لقمه نان از دهن از اینا نیستیم. به گفته شاعر ما در اینجا نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. وقتی ملت افغانستان چنان چه عرض شد در نتیجه جنگ ها و تجاوز رژیم اشغالگر شوروی وقت، خانه و کاشانهشان را ترک کردند و به سوی کشورهای همسایه سرازیر شدند، امیدها و آرزوهای زیاده داشتند. اونا فکر میکردند که دیگه طوری که عرض شد مسلمان برادر مسلمان است و اعضای یک پیکر هستند و کشور دولت‌های همسایه که سالها داد از برابری و برادری و بالاخره یعنی این دو ملت، یا ملت پاکستان و افغانستان یا ملت افغانستان و ایران با هم برادر هستند و افغانی و ایرانی و افغانی و پاکستانی با هم هیچ تفاوت ندارند، اینها سالهای زیاد وقت این شعارها را سر دادند. ملت مهاجر افغانستان به آغوش از اونها رفتند تا در کنار برادران پاکستانی، افغانی، تاجیکستانی، ازبکستانی و ترکمنستانیشان به حیث دو برادر با هم زندگی کنند و به امید اینکه اگر روز خدای نخواسته کشورهای همسایه و ای کشورهای برادر دچار مصیبت و بلای گردند، از اونها هم در افغانستان در کشورشان به خوبی و خوشی و استقبال گرم زندگی بکنند. خب دوستان گرامی در اتاق فرمان، اگر استاد، خب بیننده عزیز پشت خط داریم، بفرماییم. بیننده عزیز سلام علیکم. آقای عبدالبصیر از نیمروز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرماییم برادر عزیز. در مورد مجیره صحبت می کردید، دل آدم به خدا آتیش می گیره وقتی زمان نوجوانان افغانستان می بینید که این طور بدبخت می شارن با مواد مخدر و با مهاجرت، تو کسی کسی نیست که پاسخگوی این ملت باشه. بله برادر، واقعا ما بله دل آدم درد میکنه و خدا درد داره دل آدم. این چه دولت کیه؟ این چه حکومتیه که همش بر سر ملت افغانستانی بیچاره در میاد؟ واقعا به خدا جای گریه داره که آدم گریه کنه برای این ملت. واقعا قسم امینه بگم دستتون درد نکنه. سلامت باشین برادر عبدالبصیر. ملت رنجیده افغانستان یاد میکنه، خدا خیرتون بده. سلامت باشین برادر عزیز. ما فقط وسیله استیم
برای روشنگری و برای رساندن پیام این ملتی که تقریبا 3 دهه است. یک دنیا تشکر از شما. سلامت باشین بیننده عزیز، سلامت باشین. درد داره و رنج داره و اما متاسفانه دولت مردا و رهبرانی که از طرف این ملت به حیث حامی این ملت مظلوم انتخاب شدند و دارند متاسفانه فقط به خاطر منافع شخصی و منافع خیلی تنگشان کار میکنند، متاسفانه اینها امروز گوش شنوایی ندارند که به صدای ملت مظلومشان که مخصوصا و عده از مظلومینه که در کشورهای ایران و افغانستان و کشورهای همسایه به دردها و آلام زیاده گرفتارند. خب بیننده بینین آقای عبدالحمید از ایران بفرمایید. برادر عزیز الو، سلام علیکم. و علیکم السلام، صدای شما را میشنویم برادر عزیز، بفرمایید. ما توی ایران بزرگترین مشکل ما علیه افغانیه، من بلوچم، بزرگترین مشکل افغانیه توی ایران این است که مردم از تشویق برای جهاد در سوریه میکند. الان من خودم شاهد هم تو رفیقای دارم تو ایران که اینا را 18 میلیون داده سمت برای جهاد، 3 برادر الان دوباره برگشتن، الان دوباره اینا را تشویق میکنه برای جهاد در سوریه. بیشتری همه افغانی ها را الان برای جنگ برای سوریه میفرستن، پول میدن. سلامت باشین برادر عبدالحمید، سلامت باشین. از این نقطه مهمی که شما یادآور شدین و قرار بود که این نقطه هم سلامت باشین برادر عزیز. دوستان گرامی و بیننده های عزیز، ببینین که بجای از این که حکومت های همسایه و کشورهای همسایه، بخصوص کشور همسایه ما ایران، حکومت ایران، رژیم آخوندی ایران که هماره داد از عدالت و برابری و داد از دفاع از حقوق مستضعفان میزنه، تا چند اندازه استفاده جویی میکنه. به جای از اینکه ای برادر که البته در کشورش دچار مصیبت شده بود، دچار بلای شده بود و به خاطر از اینکه زندگی آرام داشته باشه و بتونه که چند روزی که در دنیا هست در آرامی به سر بره میره و کشور همسایه به او پناه میبره، اما متاسفانه این حکومت به جای از اینکه حقوق برای از این قائل شوه، متاسفانه سوء استفاده میکنه و اینها را تشویق میکنه برای رفتن به سوریه و آن هم برای رفتن بر دفاع از طاغوت سوریه بشار الاسد که تقریبا 200 هزار و بیش از 200 هزار مسلمان مظلوم سوریایی را به خاک و خون کشیده و به شهادت رساند. خب بیننده بعدی، السلام علیکم. آقای عبدالصمد بفرمایید. السلام علیکم آقای عبدالصمد. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید برادر عزیز. صحتت خوبه؟ لطف پروردگار، الحمدلله. سلامت باشی. میگم این بزرگ مردای دولت مردانی ما شما، اما سیاست مدارانی ما شما، اما مشکلات کار اینا است، چین که افغانستان نجات پرستی را انداختن، بدبختی و سری جوان ها از دست یعنی سیاست مدارای ما شما مثلا صورت گرفته، چین که اگر این در افغانستان مثلا این همه جوان افغانستان نیروی کار همه چی دارن، بدبختی میان در کشورهای دیگه سرشان سوء استفاده میشه، حقوقی کمی براشون میدین، اما مثلا چی بدبختی به سر اینا میاد، چقدر مثلا مثل توپ فوتبال شاید پلیسای که همین کشورها مثل توپ فوتبالشون میکنن، اما این نجات پرستی که در افغانستان سیاست مدارا که راه انداخته اینا مثلا بعد مثل عقبیل رئیس جمهورمون میگه که ما افغان هستیم غیرت داریم، کجا غیرت اینا، کجا غیرت اینا، یعنی نجات پرستی راه انداختن، اما بدبختی باعث ملت همه جوان ها از دست یعنی بزرگ مردا و دولت مردای افغانستانی مشکلاتی بلا به سرشان آمده. واقعا واقعا. خب
خب برادر، شما که در ایران زندگی میکنید، عموما وضعیت مهاجرین افغانی در ایران چطور است؟ یعنی حکومت ایران مهاجرین افغانی را به چی چشم میبینه و ملت ایران چی به چی چشم؟ حالا این جمعیتی براش نمیدیا. خب ما نمیجا خودمان میبینیم که باور کن میگرن این جمعیتی نمیدیا. اونا مثلا حتی سایبگارا سرش سوی استفاده میگیره، مثلا بعضی هاش پلش شاید بدیه، بعضی هاش نده، خدا انصاف بدیه، هر کسی بدیه نده، اونا حقوقی کم میدیه که مثلا قچاق هستی و چی رقم هستی، الان صد بهانه دیگه میاره. اما مثلا میگم که اما پولیس میگیره اصلا مثل یک حیوانه که مثلا حتی حیوان هم انسان مثلا اینجوری نمیگه، مثل یک حیوانه که مثلا بزنم این همینجوری پولیس جمعیتی نمیده، فقط مثل توپ فوتبال گفتم با لغت فوتبال کرده میبرشان. مثلا دی بعد کجا غیرتی این جوان مردای افغانستانی خدا که مثلا سیاست مدار میگره و ما افغان هستیم و امور رئیس جمهور غیرت داریم و مثلا مثل اینا بعد میگه ما در افغانستان خودمون افغان هستیم، کجای حرفاشان بانه و کجای بدبختی ملت جوانا که در اینجا میان مثلا چی حالی داره اینا نمیبینن اینا. خب برادر عزیز، وقتی گفتین دستمزد و حقوق شما را این کارفرماها نمیپردازن، در ایران مثلا در تهران سفارت افغانستان وقتی اونجا اگر مراجعه کنین، اونا نمیتونن که از حقوق شما دفاع کنن؟ اونجا ما میگم که ما نرفتیم. خب مثلا نسبتا دیگه همشهریامون تعریف کرد، گفت توپ کی پرسان میگه، یکم کسی اگه پول داشته باشه اونم واسطه داشته باشه، گفت یکم پرسان میگه، اگر نداشته باشه هیچی. مثلا اصلا دیگه همون قیسه که همونای مثلا پاسپورت و الان مثلا کار داره، همون هم بدبخت ها مثلا تحت فشارن، درست اهمیتی براش نمیدیه. مثلا تا میبینن افغانی هستی، افغانی هستی، خواه خیر افغانی هستی، مثلا حتی مثلا میبینیم خواه بعضی هاش مثلا با بچه کوچیکش میگه این نره که افغانی میبرد، مثلا یک طور میگنن احساس کنه هیچ ما خدای نکده مثلا افغانی انسان است که آدم خور که نیست، میگه حتی بچه کوچیکه مثلا ایراس ازش پیدا میگه که این نه برون نره که افغانی میبره. سبحان الله. البته ملت ایران و ملت مهمان دوست ایران در این حس فکر نکنم مقصر باشه، این در نتیجه سیاست های دولت است، سیاست های حکومت ایران. بله، چون ما نمیتونیم که تعمیم بتیم، البته در نتیجه سیاست های حکومت ایران است که به بعضی ها، بعضی استفاده جوها به اونا جرأت میتن که ایطور با افغان ها برخورد بکنن. حالا مشکل فکر بکرم از همو سیاست مدارا و همه بزرگ مردای خیلی افغانستان ها که مثلا نجات پرستی را انداختن، مثلا میان در اینجا از دست بدبختی بیشتر میان از جنگ دا. سلامت باشین برادر عزیز، سلامت باشین، صحبتاشان هم خط شد، سلامت باشین. خب بیننده بعدی، السلام علیکم. آقای انور بفرمایید. السلام علیکم. آقای انور السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام، سلامت باشین برادر عزیز. ما مخواستیم یک دو کلمه گر بدونم شبکه. بفرمایین، برنامه خودتان است و برای شما اختصاص داده شده، هر درد دل دارین، هر مشکل دارین، از طریق برنامه میتونیم به گوش جهانی ها، به سازمان ها، به دولت مردای افغانستان برسانیم. امی شبکه حقانیت چرا پخش مستقیم نمی کنه، اتفاقش یا سنی را با هم یه جا نمی کنه. از این طریق نگاه ببین، الان ایران هم استفاده میکنه، پاکستان هم استفاده میکنه، فقط بین جنگ شیعه و سنی داخل خود خاک افغانستان است. الان ببین مگم سنی ایران نداره، چجور اتحاد امدیلی کردن اینا؟ خب بعد این پاکستان مگم شیعه و سنی نداره، چجوری اتحاد کردن؟ خب حرفایتان درست، دوباره تکرار کنیم برادر. اینا را اگر میشه افغانیت میگم که اینا تبلیغ بکنن که بین خود افغانستان اینا با هم درست بشن. بله بله بله. الان بله. من حدودا 16 سال داخل ایران هستم. نگم اگر تلویزیونتان برادر، برادر عزیز آقای انور، اگر تلویزیون، صدای تلویزیونتان خاموش کنیم بهتر میشه، چون داخل ایران ببین 15 ساله که من داخل ایران هستم، یه دفعه تالا از ایرانی نشینم که سنی ایرانی هستن.
ببین اینا چقدر با هم اتحاد دارن، افغانستان از این طریق اینا خراب کردن. واقعا واقعا اینا خب بجوری میخوان که ما رو بفهم داخل خاک افغانستان رو خراب کردن. الان ببین من خودم از عید نوروز تا الان حدود 1,000,000 تومان پول فقط برای دولت ایران دادم به خاطر کارت و پاسپورت. سبحان الله. شما برادر به طور کارت پناهندگی شما دارین؟ طور قانونی زندگی میکنین در ایران؟ درست من کارت پناهندگی دارم. خب پس کارت اصلا توان شما نداریم. الان داخل افغانستان هم نمیتونیم بریم. هر شب تلویزیون نگاه میکنیم ببین تخار جنگه، نمیدونم کجا جنگه، اصلا نمیتونیم بریم. خب شما برادر راحت میشستن اینجا؟ اینا خودشون اینجا راحت میشستن، داخل افغانستان جنگ میندازن. اینا رو خواهشان یه خود تبلیغ بکنین که شیعه و سنی با هم اتحادشون بیشتر بشن. درست برادر عزیز. شما که به طور قانونی در ایران زندگی میکنین، برخورد حکومت ایران، برخورد پلیس ایران نگاه با شما چی است؟ جر دوا با ایرانی که بشه ما رو اصلا محل نمیذارن. دادگاهش اگه بری محل نمیذاره، میگه برو افغانی پدر سوخته. سبحان الله. اگر در کلانتریش بری میگه برو افغانی پدر سوخته. نگاه ما الان نگاه مثلا از سعدی مثلا یه طرف ولیعصر ترکمن نمیگه که شیعه افغانی. اینجا که میبینه میگه نگه افغانی پدر سوخته رو نگاه بکن. نمیگه که سونی افغانی، میگه نگاه بکن سونی چیز پدر سوخته افغانی رو نگاه بکن. خب داخل افغانستان اینا اینجوری کرده. خب برادر عزیز از شما تشکر میکنم، چون بیننده های زیاد دوستا میگه پشت خط هستن، به همه قدر اکتفا میکنیم انشاءالله تا دیدار بعدی. خب بیننده بعدی سلام علیکم. آقا محمد سلام علیکم. برادر ما محمد سلام علیکم. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشیم برادر. سلامت باشیم آقا. ببخشید من به خاطر این زنگ زدم که یه عرض خسته نباشه به شما کنم. سلامت باشین. سلامت باشیم. ما هم به شما خسته نباشید میگیم. سلامت باشیم. شما شبکه شما رو خیلی دوست دارم. بعد شما خود شما رو خیلی دوست دارم. سلامت باشین. سلامت باشین. با شما تماس بگیرم. سلامت باشین. سلامت باشین. موفق باشین. موفق. شما برادر عزیز آقا محمد، شما که به عنوان یک ایرانی که در ایران سکونت دارین، مشکلات افغانی ها را چطوری بررسی میکنین؟ چی مشکلات دارن؟ خب مشکلاتشون خیلی زیاد. حالا فعلا افغانی اونجا که این مشکلاتشون در حدی هست که آدم گزارشون خیلی سخته اونجا دیگه. سبحان الله. یعنی مثلا خیلی هاشون معتقدن به ایران که الان فعلا اینجا ماجرای ایران افغانی خیلی من این طرف وضعیت اینجا رو که من میدونم و اونجا هاشون اینجا هم سخته تو ایران، اونجا که دیگه هیچی دیگه. بله سلامت باشیم برادر عزیز. خب ما از شما و از تک تک ایرانی های عزیزی که البته و دور از سیاست های دولت ایران دیگه سالهای زیاد افغان ها را، مهاجرین افغانی را جای دادین و همین حالا هم تعداد زیاد مهاجرین افغانی در اونجا زندگی میکنند و از برخورد ملت ایران انشالله که هیچ شاکی نیستن، به جز مواردی که البته چیز نیست دیگه، او را آدم قاعده و معیار گرفته نمیتونه. خب بیننده بعدی آقا حسین سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام حسین عزیز، بفرمایید برادر. زنده باشین. ببخشید میخواستم بگم از مشکلات افغانستان درون خود افغانستان ممکنه؟ درون افغانستان ما مشکلات افغانستان، مشکلات افغانی ها را در کشورهای همسایه میخوایم بررسی بکنیم برادر عزیز. زنده باشین. اگر میشه شما به عنوان یک شاهده که در ایران هستین و با افغان ها زندگی میکنین، اگر مشکلات دارند و از طرف دولت ایران
دیگه موانع برایشان ایجاد میشه. اگر او را ذکر میکنن خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. چشم. ببینین مشکلات شهروند عزیز افغانی خیلی زیاده، یعنی بسیاره. ببین تامین اجتماعی ندارن، یعنی اگر بچهشون یا خانمشون اگر مثلا بارداره بخواد بچه به دنیا بیاره، هزینه زایمان رو هیچ وقت کشور ایران نمیپردازه. اگه بچه مثلا شهروند افغانی بیاد بخواد بره مثلا مریض بشه، باز هم بیمارستان باید تمام و کمالش رو خود شخص خانواده افغان باید بپردازن. اگر بخواد بره مدرسه برای شهری مدرسهش، باز هم باید ایشون مثلا خودش بپردازه. حالا جدای از این همه گرونی که در ایران هست و این همه تحریم اقتصادی، خود شهروند ایرانی زیر این فشارهای گرونی و نمیدونم بعضی از این مشکلات بیکاری و تعطیلای این کارخونه و نمیدونم چی اینا، خودشون زیر گرفتار هستن. یعنی شهروند افغانی مضاعف شده، یعنی گرفتاریش 10 برابر شده. بله. به دلیل اینکه نمیتونه در مقابل این همه گرونی مقاومت بکنه. بخواد کرایه خونه بده، یعنی کرایه خونه واویلاست. در هر استانی که باشه، چه در خراسان باشه، چه در مثلا سیستان بلوچستان باشن، چه در تهران باشن، چه در مثلا اصفهان باشن یا شیراز، اینا گرفتاری کرایه خونه هم دارن. بعد از همه اینا بدتر، باید یه مثلا ضامنه یه کسی هم باشه گارانتیشون بکنه که اینا رو بهشون خونه کرایه بدن. از اون بدتر برای پیدا کردن کار هم مشکلات دارن، چون قراردادی هم که باشون بسته میشه قرارداد یک طرف است، یعنی اون کسی که ازشون به حساب استخدامشون میکنه مشکلات عدیده براشون به وجود میاره. احتمال داره عدم پرداخت حقوق باشه، مثلا یه افغانی بیاد یک ماه برای یه ایرانی کار کنه اما حقوقش پرداخت نکنن، اون ایرانی نمیتونه، اون افغان نمیتونه از حقوقش دفاع کنه. خب دولت دادگاه جوابگو نیست. خب حتی اگر بره کلانتریم شکایت بکنه آقا من این مثلا کارفرما من براش کار کردم یک ماه دو ماه سه ماه حقوق من رو پرداخت نکرده، چرا؟ چون الان خود شهروند ایرانی مواجه با همچین چیزیه. یعنی الان نزدیک به یک سال دو سال بعضی ها از کارگره خود ایرانی در کارخونه کار میکنن اما با عدم پرداخت حقوق مواجه میشن. این یکی از مشکلات عزیزان افغانیه. اما من یه نصیحت برای عزیزان افغانی دارم. ببین شما کشورتون ماشاءالله ثروتمنده و معادن زیرزمینی زیادی داره و برای کشت و کار هم زیاده. شما میتونین از تمام شرکت هایی که در جهان برای سرمایه گذاری در خود افغانستان حاضرن چیز بکنن ازشون استقبال بکنید، اما با چی؟ با امنیتی که شما خودتون برای خودتون به وجود میارید. باید تمام توایف جنوب و شمال و وسط افغانستان با هم متحد بشن و این امنیت رو به وجود بیارن که شرکت های خصوصی خارجی بتونن بیان اونجا، همین کاری که در ایران میشه کشورهای دیگه داره میشه، بیان اونجا سرمایه گذاری کنن و افغان با خیال راحت با خانواده خودش در خود کشور خودش زندگی بکنه و بتونه این سرمایه گذاری بهره برداری کنه. این به وجود نمیاد الا با امنیت. یعنی باید متحد بشید، جنگ ها رو باید بذارید کنار، تفاوت فرقه رو باید بذارید کنار، تفاوت مثلا جنگ مذهبی رو باید بذارید کنار، تمامی چیزایی که باعث جنگ و جدال میشه اینا رو باید بذارید کنار، با هم متحد بشید، یک کشور متحد و موحدی به وجود بیارید که دیگران امنیت پیدا کنن، بتونن بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، شما هم ازشون بهره برداری بکنید. واقعا. این بهترین نصیحتی که من میتونم برای برادران افغانمون چیز بکنم. اگر سلامت. من خداحافظی میکنم. سلامت باشین قاسم. سلامت باشین. قربان شما خدا. حرفایتان من هم تا حد زیاد موافق حرفایتان هستم، اما متاسفانه ما فعلا در قبال دشواری ها و وضعیت دشواری که مهاجرین افغانی در بیرون از افغانستان قرار دارن، ما از دولت ایران و حکومت پاکستان اونقدر شاکی نیستیم که از حکومت افغانستان هستیم. این حکومت به حکومت افغانستان مسئولیت داره در قبال اتباع خودش که در بیرون از افغانستان در دیار هجرت قرار دارند. اینها باید با مراجعه به سازمان‌های بین المللی اعمال فشار بکنن بر کشورهایی که خودشون گفتن ایران. ایران وقتی که این کارگر افغانی، مهاجر افغانی به حیث پناهنده رسمی قبول شده، ایران در مقابل هر پناهنده افغانی
از سازمان‌های بین‌المللی پول می‌گیره، حقوق می‌گیره. این افغانی که در ایران زندگی می‌کنه، البته هدف ما اون عده از مهاجرین نیست که به طور قانونی به سر می‌برن که گفتن که از همه حقوق محرومند، از حقوق نمیتونن ماشین بخرن، نمیتونن، حتی گفتن که وقت طفل در خانهشان به دنیا می آید طفلشان باید مبالغ هنگفته به بیمارستان بپردازن و امثال هم. خب اینا در مقابل پولی که حکومت ایران از سازمان‌های بین‌المللی می‌گیره و این پناهنده و حیث مهاجر قانونی در اونجا شناخته شده دیگه حق داره. و ما طوری که شما عرض کردین باید در افغانستان وحدت و همدلی را براه بیاریم، در اونجا حکومت واحد تشکیل بتیم، اما متاسفانه دست‌های بیگانه و حکومت‌های متاسفانه همسایه ما خوش نیستن که در افغانستان یک حکومت واحد و مستحکم برقرار شد. و همه ما شاهد هستیم که وقت نیروهای خارجی به افغانستان حمله کردند، کشورهای همسایه مستقیماً با این کشورهای اشغالگر دست همکاری دراز کردند و با اونا همکار بودند. خب بیننده دوستان عزیز اتاق کنترل، کلیپ بعدی را میبینیم انشاءالله. بعد از دیدن این کلیپ انشاءالله باز تماس های بعدی را در خب تماس آخری را میگیریم. بفرمایید برادر عزیز. بفرما آقا رضا، بفرماین. سلام علیکم. بفرماین. و علیکم السلام و رحمت الله. به تمام دوستان عزیزم سلام میرسونیم. ما هم به شما سلام میگیم. برنامه خوب شما رو نگاه میکنن و استقبال میکنن ازش. سلامت باشین برادر عزیز. خدمت شما هستم. اول جان صحبت هایتان قطع وصل میشه برادر عزیز. شما صدای تلویزیونتان رو خاموش کنین. خب صحبت برادر ما قطع شد. ما این کلیپ میبینیم و بعد از دیدن این کلیپ باز هم خدمت شما بیننده های عزیز خواهیم بود. یکی این که میگن حالا در ایران اسلام خوبه، من فکر نمی کنم که امروز دیانت مردم در ایران نسبت به سابق بهتره. اما اگر بگید که دولت، حالا این مردم، حال دولت، دولت اسلامیه، کجایش اسلامیه؟ کجای این دولت اسلامیه؟ من که نمیدانم. شما را خدا شهردار اصفهان اعلام میکنه کدام منطقه اصفهان بود، شمال ایران بود، که در فلان منطقه شهر افغانی ها حق نداره که وارد بشه. افغانی حق نداره وارد بشه. افغانی که برادرتانه، هم زبانتانه، هم فرهنگتانه، هم تاریختانه، هم مذهبتانه، شیعه شما هست، در یک منطقه شهر حق ورود نداره؟ حق ورود نداره؟ زردشتی حق ورود داره؟ زردشتی حق ورود داره؟ یهود و نصرانی حق ورود داره؟ خارجی امریکایی که بیاد اونجا که سلام میدن که ماشاءالله امروز تورست خارجی داشته، افغانی حق ورود؟ این اسلامه؟ اسلام اینه؟ این شما این دولت اسلامی مینم؟ به خدا قسم اگر امریکا امروز یک روز یک کسی همچین چیزی بگه در فلان منطقه شهر مردم مکزیکی یا مردم مثلا کیوبایی یا فلان مثلا مردم افریقایی، اصلا اینا که کافرن، اصلا از زبانشان هم صادر رو میشه همچین حرف مزخرف احمقانه. اینها علنا میان شهربانیشان حکم صادر میکنه، اینا بعد اسمشون رو گذاشتن دولت اسلامی. این اسلامیه تو رو خدا، این اسلامیه. من که نمیدونم کجای این اسلامی. این تلویزیون شما این تلویزیون اسلامیه؟ کجایش؟ کدام کار شما اسلامیه؟ من نمیدونم. از باشندگان سیرال الدین است قربان علی اکبری. ما در سلام فراوان عرض دارم برای
کلانای خود و رئیس جمهور خود امید کرده است و روز اول برای ما قول داده بود که من ملت برادر این ملت هستم، در این ملت خدمت میکنم، در این مملکت خدمت میکنم. در این روزهای آخر فهمیده شد که تو برادراندر این ملت بودی، برادر این ملت نبودی، برادراندر این ملت بودی. ببین در کنار ما شب و روز زیر موشک است، کسی نیست که در دردشون برسه. مردم ما مهاجر میشه، من در شهر کابل، شهر کابل هم که کار نیست مهاجر میشه، مردم باشنده کابل هم به طرف ایران و پاکستان، یک سریشون میره در کوهای پاکستان و ایران جان به حق میتن، یک سریشون در راه در جان به حق میتن، در موتر تصادف میکنن میمورن، یک تعدادشون معتاد میشه برمیگرده در وطن. یه تقصیر چیست؟ تقصیر بدبختی و بیکاری است. اگر واقعیت شما کلانای ما خدمتگار هستین در ملت، خدمت درست میکنین، خواهید انتخاباتتون رو جور کنین، اگر نمیکنین خیلا کنین به بامان خدا بگید. هیچی وضع است که در غریبان داختین شما بداری، غریب هر سو که میره زیر پای است. جوانای مازی وطن تا صرف 12 و در درس میخوانه، روزگارشون نمیچرخه، میره طرف ایران. ایران و پاکستان هم که میره یک سریش میرسه، یک سری دیگه شما زیر پای میشه، میمورن، مرگشون میره. یک سریش از دریا جنازش میره، یک سریش از کوه جنازش میره. خیال روز خوب نیست. حقیقت اگر شما خدمتگار این ملت هستین، این ملت دوست دارین، این وطن دوست دارین، که یک ذره رحم دستی رحم رحمتون از سر ملت غریب بکشید. حالی کراچیوانای ما که در اینجا کراچیوانی میکنه، تبافی میکنه، اگر عسکر سام نیای از اینا حق میگیره، اگر شهرداری سام نیای حق میگیره، 50 روپیه کراچی بده، 50 روپیه کراچی بده. به خاطر چی بتن؟ این مردم خون نداده از این کشور، این مردم جان نداده از این کشور، این مردم دیگه کشور خدمت نکرده. خب به خاطر چی؟ در ایران اینجا هم که از بدبختی زندگی میکنه بدر. خودم 4 ماه میشه که 3 ماه میشه از ایران اومده. از ایران اومده بدر گفتم اونجا هم بدبختی زندگی میکنه. خب ایران اونجا خانه پدر مادر ما نیست، وطن ما خانه ما پدر مادر ما ده اینجا است. اونجا هم که میره ایران مردم در بدبختی و بیچارگی زندگی میکنند. یک روز نمیتونه بدر گفت که از کارخانه آزاد بیاید در بیرون که بگه من یک سودا بگیرم، یک تفریح بگردم. نه، سوال جواب نیست. در زیر چکمه سربازای ایران هست ملت ما، در زیر چکمه سربازای پاکستان هست ملت ما، کشورهای خارج هم همچون. بیادر ما اگر صاحب داریم، اگر رئیس جمهور داریم، اگر وزیر خارجه داریم، خدا داد این ملت برسن، برای یک شرایط فراوان کنه. اگر در این مملکت کار جور نمیکنه، در کشورهای همسایه کار جور کنه، یک پاسپورت بده. حال ما پاسپورت هند میگیریم، بیادر گفت 3000 افغانی پاسپورت ایران رو میگیریم، 70000 80000 افغانی. به خاطر چی؟ بله این خبر فارس رو داریم، خبر فارسی نشون میده آقا. این خبر آقای فارسه که ایشون فرمودند طبق قانون پیوند اعضای هر ایرانی به هموطن خود امکان پذیر است و پیوند از یک ایرانی به افاقنه انجام نمی شود. این یعنی اگر یک افغان در ایران جونش در خطر باشه تو بیمارستان، بشه با پیوند عضو جونش رو نجات داد، اون عضو در بیمارستان وجود داشته باشه، ما باید بذاریم اون شهروند افغان ساکن ایران تو بیمارستان بمیره. چرا؟ چون قانون گفته. آها، قانون اینجوری گفته. بعد این قوانین نجات پرستانی رو کجا نوشتن؟ کی بهش رأی داده؟ این واقعا خجالت آوره که این آقایان هیچ حقوق حداقلی برای افغان‌های ساکن ایران قائل نیستن. بعدم از مسلمانی و بلال حبشی و اینا میزنن. شما چون با هم کارگرای ایرانی هم افغانی سر و کار دارید، این موضوع که ایرانی ها و کارگرای ایرانی معتقدن افغانی ها اومدن کار اونها کم شده، شما با این موضوع موافقید؟ والا کار که توی ایران بلخص تهران خیلی زیاده، ولی به نظر من فرق کرده، ولی نه اون حدی که حالا زیاد بزرگش کرده. این خبر هم نیست؟ اینجوری هم نیست. نه، این هم دارن نون در میارن واسه اونور پول میفرستن. من که به این قضیه معتقد نیستم، روزی دست خداست. اون وقت فکر میکنید کار ایرانی ها و افغان ها با هم دیگه کیفیت کارشون فرق داره؟ والا خب زمانی که اینا کار میکنن و اون انرژی که اینا دارن بیشتر از ایرانی هست. Oh.
بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما هستیم و آن دوستانی که تازه هم با ما پیوستند، به خدمت آنها هم عرض سلام و ادب دارم. کلیپ را دیدیم و واقعا اسفبار است که حتی در کشوری که داد از اسلام و دفاع از مظلومیت و مبارزه علیه بی‌عدالتی سرمیته، در اونجا حتی یعنی اندکترین حقوق انسانی رعایت نمیشه. پیوند عضو به افاقن ممنوع است. سبحان الله، عجب است. خب پشت خط مهمان نهایت گرامی آقای محمد عظیم واکمن، وکیل مدافع آزاد از افغانستان با ما هستند. استاد گرامی، در ابتدای صحبت خدمت شما از طرف خود و بیننده های عزیز عرض سلام و ادب دارم. و علیکم السلام. سلامت باشین استاد گرامی. استاد، سوالی که یعنی خدمتتون باید مطرح شوه ایست که به نظر شما حقوق مهاجرین افغانی که در قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق پناهندگان در نظر گرفته شده، تا چی میزان از سوی کشور همسایه ایران که البته شما سالهای زیادی را در او کشور سپری کردین رعایت میشه، و اگر میشه برخورد حکومت ایران با افغانهای مهاجر و از خاطراتی که در آنجا دارید با ما بگویید؟ سوال را گرفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که من سال 61 از افغانستان بنا به مشکلات جنگ و اشغال کشور من در افغانستان به ایران رفتیم. در سال 61 در سال 62-63 یک بچیم مریض شد، مراسم به وزارت خارجه جمهوری مذهبی ایران و تقاضای لیسی پاس کردن که او رو میگه مهاجر پاسپورت شناخت کارت مثل که در پاکستان بود. بله. در بخش ادبای بیگانه در وزارت خارجه بخشی داره به نام ادبای بیگانه. دو کسی به نام آقای رضایی و آقای اسلامی که مسئول یعنی بخش بودن، اکسیشار رو در رفتیم و آمدیم. بالاخره یک روز من را گفت که آقای واکمن، من گفتم بله، گفت آقای شاکری، اون یک واکمن کلمی واکمن برونا ناشناد، آقای شاکری من را میگفتم. خب بعد من گفتم که خب امر کنیم، گفت که شما را آقای کاظم‌پوری اردبیلی معینی وزارت معینی آسیا و اقیانوسی وزارت امور خارجه شما را میخواییم ببینم ملاقات کنم. درست. باز من گفتم که ما چی کار با آقای اردبیلی داریم؟ ما امیلی سپاس خودم میگیریم که بچه ایمان مریض است، مثل پنج ساز پایی رو میخواییم ببرم به هند، اینجا خود مرجیش نشد. بله. بعد من گفت که نه، اونا تقاضا کردن. بالاخره من مجبور کسی برفت پیشه آقای اردبیلی. اول که در آمده بسیار من با گرمی استقبال کرد و در آغوش کشید و سه روز روبوسی بسیار خوب، یک چای سی بسیار لکس آورد و با شکلیت های بسیار همینطور خوشتم و خوشبو نشستم سب چای خوردیم و بعد شروع کرد قبل از اسلام صحبت کردیم از نظر تاریخی، بعد از اسلام ایران و افغانستان همش مشرف به اسلام شدن، بعد شروع کرد از کودتای هفت ثور ما و خیزش جهادی مردم ما و انقلاب سال 57 اونا. بالاخره در نوار دیده آمدیم به مرحله جهاد و امام خمینی. مرا گفت که امام گفت که اسلام مرز نداره و شیعه و سنی همه با هم برادرن و چیزا. من گفتم که گفت که رهبرای شما استاد ربانی شیرخمس و آقای حکمتیار شیرخمس و من در رابطه با اونا بس صحبت های کردم. خب باز اینا سوال میکرد و باز من جواب میگفتم، باز سوال میکرد و باز جواب میگفت. در آخر کلام من فهمیدم که اینا زمکش بکن داره یعنی مزدور، کسی که با اینا جاسوسی بکنه. بله.
بعد ما باش یک بسار بسار کوتا زدم. ما گفتم بباشی صادق همی پاکستان گفتم زیر اثر انگلیس بود. بله. و تن پروشی در اونا رستن جواز داشت. اجازه نامه داشت. از یک تن پروش پرسیده بود که برادر از تو کدر خداوند کریم در روی زمین انسان چتل و بیغیرت و دورصفت و بیهمت دارد؟ من گفتم ای برش گفت که والا دوست عزیزم چی بگویم؟ او یکی که من میشناسم از ما کدر خیلی بیغیرت و پست و دورصفت است. گفت به به ببینم او یکی دیگه کیست؟ گفت کسی که اسرار کشور خدا، اسرار سیاست سیاسی خدا به اجانب و بیگانه ها میفروشند. امی گپا که زدم گفت نه ما که اینجوری چی نکردیم، موضوع اسلام است، ما شما چی فرق داریم؟ اسلام مرز داره. ما گفتم اسلام مرزم داره آقای اردبیلی. سر من گفتم من گزاریم کرده مشخص است. کجا؟ ما گفتم این در وزارت خارجه شما. اونجا نوشته کردیم که بخشی اتباع بیگانه. بله. ما بیگانه نیستیم. ما بیگانه هستیم دیگه. یکی از قضایه است. قضایه دیگری هست که یکی از وطندارای ما گرفته بود به نام بی اسناد ارده بود در اردوگاه، در حالی که خانه میزی در شفاخانه اشرفی اصفهانی در شهرای مولوی به خاطر ولادت او گرفته بود بستر بود. بله. این را که میبره اردوگاه، میبره به اردوگاه، این دو تا اشتوک شده خانه اویلی دروازش هم خون پستو امی اتاخرم خون پسته که اشتوکار شوخی نکنه خو ما مین دیگلی. این مرد اگر که میبره افتش ده روز این بیچاره به اردوگاه و تا سر مرد و تا که پس خود میره سره در 15 روز پیر میشه. او دو اشتوک از گوشنگی در خانه میبره و زنی که برای زایمان در اونجا بستر بوده شفاخانه اشرفی اصفهانی او در اونجا زیر عمل جراحی میمره. این استاد حرفایتان قطع نکنم، این واقع، این واقع در یکی از مجلات دوران جهاد بسر یکی از افغانی هایی که در کابل، یکی از کابلی ها رخ داد، که این کار حکومت کمونیستی وقت، حکومت خلقی ها و پرچمی ها سر یک افغانی کابلی آوردن که بیچاره این واقع سبحان الله، یعنی فرزندایش در خانه مری، فرزندایش در خانه قلف میکنه، میره به خاطر از این که دوا بیاره برای فامیلش چه بیاره، در نقطه بازرسی او را میگیرن و میبرن و بالاخره فرزندام هلاک میشه و مادر اولادام دیگه از دنیا میره و خودش بالاخره مجاهد میشه و به جبهه میبره. خوب استاد من حرفایتان قطع کردم، بفرمایید. نامی آدم اگه شما گفتیم نامش یادیم آمد، فلان تانک شکن، تانک شکن به نام فلان تانک شکن پس آن خیلی شهرت هم یافت. بله. این دو بخش بود. بخش سیومش ما در شیراز بچه ما دادم، 5 بچه ما دادم در مکتب در شیراز دروازه اصفهان. بله. ایره به مکتب دادم سیبو. یک روز رفتم که خبر اینا رو بگیریم، نظر به مو گفتی نازم که شما اولیا شاگرده به دیوازم بچهشن خبر بگیریم. من رفتم که چاشت است اینا رو استاد کرده سر نماز و شروعشن همو سنگه که کربلا رو مانده و رستایشن هم باز. ما که رفتم دیدیم بیخی ما احساساتی شدم و بین نماز در آوازم که بچه ما تسکی کاری کردم و کشیدیم از سپی نماز. اینه که کشیدیم مدیر مدرسه گفت که آقای شاکری چرا؟ گفت برادر ما آوردم که اینجا درس بخواند، اینجا علم پرا بگیرد، نیاوردم که مرتدش بکنم. گفت چه رقمی؟ من گفتم این رقمی که نماز بخواند و با این مسیر که رفت این در مذهب ما حکم ارتداد داره و اینا سخت مجازات داره. از او باشای من یک پیش روی بریم من اینجا شیشته که ما شما گرد میزنم. سبحان الله. خب استاد ادامه بتین. بالاخره این سب که ما خارج کردیم 3 ماه بعد بچه ما رو از مکتب کشید بیخی، اصلا از مکتب دیگه نگرفت. سر حدی که ما به حائری شیرازی که امام جمعه بود به اون رفتیم، بسیار دعوا و جگره کردیم.
تا سرحدی که برای من گفت گفت که اگر افغانی نمی بودی بیوان به این حرفای تو را اعدام میکردم. ما تو خوش ما بگویم که امام خمینی دروغ گفته، اسلام مرز داره، شیعه و سنی با هم برادر نیستن و ما در کلمه با شما شریک نیستیم. امی گفت که زدیم این سخت برا شفت و به من گفت که اگر افغانی نمی بودی با این حرف ما تو را چی میکردم اعدام میکردم. بعد رفتم پیش شهید دکتر علی مظفریان، استاد و جراح قلب در شیراز و بهترین اسوه تقوا و دینداری. بعد من گفتم که قضیه از این قرار است، بازی خط برای مداد در یک حجت الاسلامی به قول خودشان به نام آقای نمازی با او که رفتم هم زورش نکشید. به خاطر درس بچه‌ام تهران رفتم به وزارت آموزش پرورش عرایض کردم، هم نشد. حتی به خاطر درس خواندن بچه‌ام به عامل در شمال ایران یک بورس مازندران دیگه به اصطلاح یک بخشش به نام عامل میگه یک بخشداریسته اونجا رفتم. قصه کوتاه که بچه های برای مکتب دیگه نگرفت ما هم هرچی که یاد داشتیم از خدا مختیم و در مکاتب خصوصی نارماندیم. یعنی در ایران شما فرمودین که دولت و سربراهان جمهوری مذهبی ایران با مهاجرین مطابق قوانین بین المللی یا بین الدول چگونه برخورد بکنن؟ ای کاش که اینا حد اقل برخورد انسانی میکردن، نیمه انسانی هم که میکردن باز هم ما راضی بودیم، که متاسفانه اینا اصلا به قوانین بین المللی به موازین شرعی هیچ توقع را دارن، هیچ به او عرض قائل نیستن و افغان ها را تقریبا به حساب برده اونجا میبینن، واقعا به حساب برده از اینا بهره کشی میکنن. البته حکومت ایران، نه ملت ایران. نه حکومت ایران. بله. ملت ایران ما شدیدترین ملت میدانم. آفرین. مردمش بسیار مردمی خوب است. یک روز برادرم امی عاشورا و تاسوعا بود. بله. باز ما مصاحبی صاحب اولی ما غلام نام داشت و شپی مرا گفت که آجی آقا، ما گفتم ما گفت شما چرا امی علی را قبول ندارین، امام حسین را قبول ندارین، گفت و به اینا اعتقاد ندارین، گفت این امروز میبینی که عاشورا و تاسوعا است و شما نه سیاه پوشیدین و نه هم سینه زنی میرین و نه چیزا. باز من گفتم که ما علی که شما میفرستین ما نمیفرستیم. گفت چرا؟ گفتم علی که شما تجسم کردین، علی که شما از او یک چیز ساختین، ما او رو میگیم علی دیوس بی غیرت و بی ارزه. اما علی که ما میشناسیم اسدالله هست، پسرموی پیغمبر خدا، شوهر خاتونی بهش و پدر حسنین و کننده در خیبر، او رو ما علی رو با اون صفات میشناسیم. بله. خیلی برش احترام قائل. علی امام ماست نه امام شما. بله. گفتم او علی امام ماست، پیشوای ماست، پیشوای متقین است، حتی استاد ورزشکارا و ژیمناستیک اینا گفتم همش از زوب میراث مانده و بحر العلوم است، شهر علم است، انا مدینه العلمی و علی بابوها. بله. اینه با شما غلط تفسیر میکنید. خب بالاخره بحث ما تم شده، مونه بالاخره آوردن نانمانو نان خودی. بعد من گفت که خب شما چرا خیلی دیگر امام حسین در آزاد شرکت نمیکنید؟ بحث سر چی آمد؟ امام زمان خیالی واهی که تانوز و بندی خدا با دنیا نامده، یک تیدار شامیه که در دشت خیزره بز و گستان میکرانه، یک تیدار شامیه که در چای جمع کرام پر شده. اتما بی اقلا خدا شما را انصاف بده، شما با این مغز متفکری که ایرانی ها دارن، استادا، خیلی سیاست مدارا، خیلی انسانای رسیده و وارسته، گفتم امی شما که در چای جمع کرام در طول 80-90 سال است که و خونده، گفتم عرضه شما رو میگیره و 25,000 تومان هم میتین، یعنی ما احکام امام زمان رو بلتر میگیریم و مرضی تا شفا پیدا میکنه، نداری تا از بین میره و بدگلی تا خوشگل میشین و از دیگه پا تا بار کدام عرضه برای شما احکام امام زمان خیالی کرده؟
گفت نه جانی مولا، مرا مولا میگفت، گفت نه جانی مولا. من گفتم او بیقلا یه خونده، گفتم شما را خر گیر کرده، شما را اولاغ درست کرده، از شما گفت استفاده جویی میکنه، از همین پولی شما گفتم میبینی که 20 تا 30 تا را سیغه کرده به هر کوچه میگرده. گفتم اما استاد حرفتون قطع هم نشه استاد، یعنی الحمدلله مژده که امروز است ملت ایران، این ملت بیچاره که اسیر رژیم آخوندی است، امروز بیدار شده، امروز در نتیجه چینلای دیگه بیدارگر و روشنگر اهل سنت الحمدلله به حقایق پی بردن و دیگه انشاءالله که فکر نکنم که فریب ترفندهای آخوندها را بخورن. دیگه امروز ما و شما تقریبا هر هفته شاهد هدایت ده ها برادر شیعه واقعی ایرانی هستیم. خب استاد بفرمایید. ما ایران میدانیم که اگر این چهار پنج شبکه‌ای که وصال حق و وصال پارسی و نور و کلمه و توحید علی یکی دیگه مجددن جور شده، اگر این توپان حقیقی یعنی توپان نور و رحمت اگر 20 سال پیش میشد، آرام ما شاهد ایران 100 درصد اسلامی و موحد می بودیم که متاسفانه این کار قبلا نشده و حالا هم که شده بازم دیر نشده. الله هم شکر بسیار روشنگری در اونجا آمده و مردم، حتی مردم چنان بیزار شدن از این تبلیغات و بلنگوهای آخوندهای ایران، از بس که ورخطا میشن تا بپیونده به اهل سنت میره مسیحی میشه، بودایی میشه، اصلا لادین میشه. میگه بابا این چی دینی هست؟ ما چی رو میپرستیم؟ کی رو میپرستیم؟ اینا یک روز یک کسی گفت که برای من رفتم دمی چرا مولوی وضو کردم در یک مسجد نماز میخواندم. بله. یعنی وضو که میکردم پاهای من میشستم، یک آخوندم و وضو میکرد. من که پاها را شستم و پا را مست کرد. من گفت آجی آقا، من گفتم پاها را مست کن. گفتم من سنی هستم. گفت اشکال نداره، گفت سنی هم باشه، گفت قطعی نیست. بالاخره گفت مست کن. ما صاحب گفتم نه، ما میشوییم، شما کارتان به کار ما نباشه. ما رفتم در بالا، ایتاوری میشه خوش کرد، ما در بالا در مسجد شروع کردیم به خواندن نماز. یک رکعت خوانده بودیم که آخوند در آمد و مورک کربلا رو پیش روی امامان. ما که به سجده تا شدیم تا اساس پیش خود دور کردیم و سجده کردیم و بالا شدیم. ما که بالا شدیم این دوباره همون محرمان باز رفتیم ایره ما دور کردیم در پیش یوم که ما دمی اصلای نماز قدمی دستیم که زدیم به طرف و دیوان خورد دستی همون قطینسوار را که در وطن ماشین ما یک وقت ترکی میدازی لول میخورنی بانی قسم لول خورد و پس همه سلام گشتانم. من گفتم من نمیفهم که تو آخوند هستی، شیطان هستی، در جای ابلیس کار میکنی. پرخ موجه پاماندم که من سونی هستم، پای ما میشیم و این مورا که شما برای ما لازم نیست. گفت نه، گفت آجه ها، گفت این مور بو پاک هست. بالاخره سیبا موجه یک بحث کردیم و یک علیه جمله که ما با استعمال کردیم در مصاحبه لازم نیست که من از نظر ادب و ازمو چی دور است. نو در ایران اصلا به افغانها مردمش حرفی نداره. اما کاش که همو حکومت شای که اینا تاغوت میگن و فرعون میگفتن، کاش که همو میبود. اون میگه بسیار آدم خوب بود، کاری به دینداری و بیدینی مردم نداشت و کاری هم به سنی شوی یا شیعه شوی یا ترویج مذهب اصلا دی فکران نبود. اینا سر بسیار خیانت بزرگی به ما کردن. شما ببینین اینا در افغانستان، ما کشور ما دو مرتبه از جمهوری مذهبی ایران ضربه خورده. بله. افغانستان از طریق نورالدین کیانوری رهبر حزب توده ایران به افغانستان سرازیر شد. بله. و امروز میبینی که در افغانستان اگر ما دیر بجنبیم، دولت مردای ما آگاهانه قدم بر نداره، چهار پنج سال بعد ما هم شاهدی امو حالاتی که در سوریه و لبنان و یمن و واقعا در عراق هست ممکن ما هم باشیم. واقعا انشاءالله که دیگه ملت اهل تشیع افغانستان باید بیدار باشند
و طوری که بارها ما از طریق شبکه خدمتشان عرض کردیم، قربانی و وسیله و ابزار سیاست های ایران نگردن. اونها کشور دارن به نام کشور دارن به نام افغانستان، در اونجا برادروار با برادرای که اهل سنت بیش از 90% تشکیل میتن با آنها زندگی میکنن و در طول تاریخ هم هیچ مشکلی نداشتن. و متاسفانه بعضی از رهبرای اینها که بجز منافع خودشان دیگه منافع ملت هزاره و شیعه را در نظر نمیگیره، خدا نخواسته اینا را به مرز نکشانه که عاقبت خوبی نداشته باشه. خوب استاد گرامی، از این که لحظات با ما بودید و خاطرات از برخورد دولت مردای ایران و حکومت ایران را خدمت بیننده های عزیز بازگو کردید، از شما سپاسگزاری میکنیم و انشالله امیدواریم که در برنامه های بعدی شما را با خود داشته باشیم. زنده باشین، تشکر. در برنامه های بعدی بخیر. در رابطه با وضعیت مهاجرین از طریق وزارت مهاجرین کشور ما ایره صحبت میکنیم انشاءالله. و انشاءالله. از طریقی از چی که دولت مردای ما در این راستا چی کاروایی از خود نشان داده در 13 سال بعد این مورد بخیر صحبت انشاءالله. استاد سلامت باشین. استاد خدا نگهدار. خدا نگهدار استاد. سلام علیکم. السلام. خب بیننده های عزیز و گرامی، منتظر تلفن های شما عزیزان هستیم بعد از اینکه خاطرات تلخ از برخورد حکومت ایران با افغان ها را از محمد عظیم واکمن شنیدیم. خب آقای سید محمد از ایران با ما هستن. برادر عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید برادر. آی استاد بفرمایید، خدمتتان هستیم. صدایتان پخش میشه. صدای ما پخش میشه؟ بله صدای شما پخش میشه، بفرمایید. آی استاد، امشب درباره مسجد اهل سنت حرف میزد. بله. میگفت که آیا اهل سنت در تهران باید مسجد داشته باشه یا نداشته باشه؟ بله بله. خب در منبر وصال بود. خب استاد عباسی برنامه داشت. بله بله استاد عباسی برنامه داشتن. بله، اما برنامه امروز بله. خواستم بررسی وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به خصوص ایران است. اگر در این رابطه شما گفتنی دارین که وضعیت شما که در ایران زندگی میکنین، وضعیت مهاجرین افغان چگونه میبینین، چه مشکلاتی دارن، به چه دشواری های مواجه هستن، چه موانع فرارویشان قرار داره، اگر در این رابطه گفتنی دارین خدمتتان هستیم. درباره مسجد می‌خواستم حرف بزنم. خب مسجد برنامه، خب بفرمایید بفرمایید مختصر. این مسجدی که اهل سنت در تهران می‌خواد اونجا جا نمیده، دلیلش اینه که مثلا در تهران اونجا رودخانه نداره که مثلا فاضلاب به مسجدهای اهل سنت رو واسط کنه به رودخانه، چون اهل سنت اینا مثلا با سنگریز مثلا در تحالت اینا میگیرن، سنگریز اگه اونجا بریزه که جاده رو بند میکنه. که خب همین گفتنی تا نمی بود، دیگه گفتنی ندارین انشاءالله. از شما تشکر میکنم، بفرمایید. خب بینیم برادر بعدی را، برادر فکر کنم نمیفهم، خارج از موضوع صحبت. نجیب الله از کجا؟ نیمروز. خب آقای نجیب الله بفرمایید. محمد نجیب الله نیستم، محمدم. خب آقای محمد بفرمایید. میبخشین، بفرمایید بفرمایید محمد عزیز. باش میکنم. سلامت باشین برادر. زنده باشین. انشاءالله به شما متمقه توفیق بده که همیشه این شبکه شما باشه. ما هم افتخار میکنم. سلامت باشین برادر. سلامت باشین. خواهش میکنم. خدا باشه. بفرمایید برادر، در ارتباط به وضعیت مهاجرین افغانستان در ایران یا پاکستان اگه صحبت دارین؟ مهاجرین که خودمون هم فعلا ایرانیم. خب. بگوین چه وضعیت حکومت ایران با شما چگونه برخورد و تعامل داره، از چه مشکلات شما رنج میبرین، چه موانع فراری شما قرار داره؟ رنج خوب خدا آدم میام که در همیشه میگیره، این نیست که مثلا امروز و فردا باشه. هر روز همه بگیر بگیر و همه بزن بکو و همه افغانی و پولش همه جور میمونه میره را دی مرد نیکنه دیگه میکنه. همه بعد آخر باید دولت ایران.
برادر ما محمد، شما به صورت قانونی در ایران به سر میبرین؟ کارت پناهندگی دارین؟ ما قانونی هم بودیم اینا، یه روز یکی دیگه دعوا شده پاسپورت ماسپورت داشتیم، ما پاسپورت ما کرد پاره کرد، پاره کرد یه پاسپورت داره رو خواهی تا میخوره گفت سبحان الله سبحان الله. یعنی خب بیننده عزیز و گرامی ببینین، دولت مردای افغانستان بشین، پاسپورت افغانی، پاسپورت افغانی از سوی پلیس ایران پاره میشه. کجاست غیرت افغانی؟ کجاست دفاع از حقوق افغانی؟ پاسپورت کشورت به پاسپورت کشورت توهین میشه. دولت افغانستان دولت خوبی باشه بپرسه کی میپرسه الان تو هر خیابون برو اینا انچی از لاتلوتا ایران هم میگیره کتک میکنه خب شما وقت پاسپورت وقت پاسپورتتون پاره شد چرا به یکی از نماینده های افغانستان کنسولگری یا سفارت مراجعه نکردید؟ خب واقعا تاسف بار، وقت افغانی خودش کشته میشه پاسپورتش چه ارزش داره؟ سبحان الله. خب روح الله عزیز بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر روح الله، بفرمایید. سلامت باشید. من چند وقتی همین ماورا وصل کردم شبکش وصال حقه که میرم، خیلی خوشحالم که بالاخره درباره دین و افغانی و ایرانی و همه وضعیت ها که صحبت میونه خیلی از صحبت های شما خیلی خوشحال شدم. ولی درباره الان نگاه میکنم درباره اهل تسنن و درباره مسجد و همینا که حرف میزنن دیگه، از ایران که حتی بفهمه که ما داریم نماز میخوانیم ما نگذار میشه، چی برسه به مسجد گذاشتن که برای ما مسجد دیگه بذار و ما نماز بخوانیم. ما شاید خوب دارم خبر داشته باشیم که فقط در یک سال دو تا نماز عید داریم، فقط تنها در نماز عید که میخوام بریم نماز عید بخوانیم محل نماز خواندن نداریم. اگه بفهمه که مثلا 100 نفر افغانی یک جا نماز میخوانه همون خبر میشن پلیس میذارن که اینجا ممانعت که نماز نخوانم. سبحان الله سبحان الله، عجب. خب ما از اینجا برادرای عزیزی که دائم از ایران از حکومت ایران دفاع میکنن و حکومت ایران دیگه به نام مدافع مظلوما و مستضعفا مینامن، به اونا میگم که بشنو بشنو برادر، بشنو برادری که در ایران است، در تهران است، در مشهد است، در خراسان است، چشم دیدش میگه. بفرمایید برادر. خدا دست شما در نکنه، خیلی ممنون. بالاخره چیکنی مجبوریم در اینجا هم که هستیم، یک مدرکی هم که داریم، مدرک ما به درد هیچی نمیخورم. اگه یک وسیله بخوام بخریم به نام ما سند نمیزنه، فردا اون دولت گرفت بریم پاولی که مثلا التماس کنیم که بیا مثلا این وسیله ما رو آزاد بکن و بعدش هم آزاد هم نمیشه. بله، شما گفتین چی هستین؟ راننده هستین برادر، چی کار میکنین؟ نه، یک کارگر معمولی. کارگر معمولی، سبحان الله. خب تشکر برادر. یک موتور کی؟ بله بله. یک موتور کی وسیله نقلیه سر کار و اینور از همونم که بگیرد ما نمیتونیم آزادش بکنیم. مجبور هستیم مثلا 1 میلیون 2 میلیون تومانی که خریدیم ردش ول کنیم بریم دنبال کار خودمون. جای تعجب است، جای تعجب و تاسف است که دولت افغانستان این وضعیت در ایران است. میبینم خب برادر مشکلات ما را کی بازخواست میکنه با کی بگیم؟ سلامت باشین برادر عزیز روح الله، با کی بگیم مشکلات؟ مشکلات البته ابتدا و پیشگاه خداوند تقدیم میکنیم که خداوند ای کسایی که دیگه داد از دفاع از مسلمانان جهان، مسلمانان غزه و امثال هم میزنند. تو برادر عزیز مسلمان همسایه که حق همسایگی داره، حق مسلمانی داره، حق انسانی داره، در کشور تو میای تو حقوق از او را پایمال میکنی، چه رسه که تو دیگه حقوق از حقوق فلسطینی و از حقوق بالاخره سوری و دیگرا دفاع کنی. خب برادر بعدی سلام علیکم. آقا مومن بفرمایید. برادر عزیز مومن، مومن خان بفرمایید. آقا مومن سلام علیکم. سلام علیکم. خب میریم به سراغ بیننده بعدی. محمد نادر بفرمایید. آقا محمد نادر
الو بفرمایید برادر عزیز محمد نادر، خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خسته نباشید برادر عزیز. و علیکم السلام، سلامت باشین برادر. خسته نباشید، السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین، شما هم خسته نباشین و مانده نباشین. سلامت باشید. صدای تلفنتون اگه برادر محمد نادر لطف کنین خاموش کنین، چرا که صدای شما رو مواجه بشنیم. بفرمایید. خب برادر عزیز، مشکلی که هست در ایران خیلی زیاد است. بله. اولا مشکل از هر لحاظ مشکل زیاد است. اگر ما با لباس همین لباس افغانی بر داخل خیابان بره هم مشکل داریم. اگر در نونوایی داره هم مشکل داریم. عذابت مدارک، حتی مدارک افغانی، یعنی کارت که دیتا با ما داده، از این موقعات هم مشکل داریم. مشکل ما این است که اگر ما رو بگیره درجا، اگر پول بده ما رو آزاد میکنه، اگر پول نده درجا کارت ما رو قشی میکنه، دوباره باز ما رو مثل افغانستان رو ترک مرز میکنه. خود ما کار داشتیم، کارت ما چنده و ما رو انداخته افغانستان، دوباره باز ما برگشت مدفت به ایران آمده. یعنی هیچ گونه حقوقی، نه انسانی، نه حقوق پناهندگی، نه حقوق همسایگی، نه حقوق مسلمانی، هیچ چیز رعایت نمیکنم بالاخره. خب دیگه گفتنی داریم برادر؟ بفرمایید. دیگه تشکر میکنم از برنامه خوب شما. ما همگی چند تا خونه هستیم در همین استان کرمان، شهرستان رفسنجان. خود ما به طایفه فامیل کس براوی هستیم، بلیچ هستیم. بله. دیگه تشکر میخواد بکنید از همه شبکه های، تمام شبکه های جهانی اهل سنت توحیده انشاءالله. سلامت باشیم برادر عزیز. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. آقا احمد سلام علیکم، بفرمایید برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید، سلامت باشین. راجع برنامه که راجع برادر خان صحبت میکنم، بخواستم صحبت کنم اگر ممکنه. خب بفرمایید. چرا نه؟ الو. بله بله، صدایتون میشنم، صدایتون داره پخش میشه در استودیو. بفرمایید برادر. خسته نباشید، سلامت باشید. خواستم فقط بگم که برادرای افغان باید خیلی ممنون باشن از مردم ایران، چون 2-3 میلیونشون تو ایران دارن اینجا نون میخورن، زندگی میکنن. باید تشکر کنم، فقط زنگ بزنم به برنامه از مردم ایران تشکر بکنم. تشکر میکنیم. شما مردم ایران نیستید، شما چیکار هستید که راجع به مردم ایران برنامه درست میکنید؟ مردم ایران دارن درست از مردم افغانستان اینجا پذیرایی میکنن، خیلی هاشون حتی به ایرانی ها زورم میگن. برادر عزیز، ما ممنونیم، ما ممنونیم برادر عزیز. ما در ابتدای برنامه هم گفتیم و هر وقت میگیم اینجوری برنامه پخش میکنیم واقعا درست نیست. چجوری یعنی؟ نفر شوخی بازی نیست، یه مملکتی که خودش مشکلات اقتصادی داره، دارن اینجا زندگی میکنن، درست کار میکنن، درآمد دارن. درست است، ما ممنونیم، گفتیم ممنونیم، اما اینها هم گفتیم که مشکلاتی که دارن، برخوردی که میشه وقتی که گفته میشه که یعنی در اسلام مرز نیست، از طرف مؤسس این جمهوری مذهبی که گفته میشه اسلام مرز نداره، بازی این ای حرفا چی است؟ نه چه مرز نداره، یعنی کارتش نه، مردم دارن تو مرزهای خودشون زندگی میکنن. نه اگر مردم ایران هم حرف زندگی خب پس دارن. اگر واقعیت فرصت شغلی از ایرانی ها گرفته شده دی، بالاخره اینا دارن کار میکنن. هیچ کس شغل کس نمیگیره برادر عزیز، برادر عزیز، هیچ کس مزد از کارشون هم میگیرن، هیچ کس رزق کس را نمیگیره، کار کس را گرفته نمیتونه. ما تشکر میکنیم از ملت ایران، از ملت ایران بارها تشکر کردیم و میکنیم بابت مهمان نوازیشان، اما ما حق افغان ها، حق همسایگی، حق انسانی، حق مسلمانی، همه حقوق دارن دیگه. ما تشکر کردیم بارها، اما ای که پاسپورت یک کشور دیگه، تبعی کشور دیگه، حتی هر مسئولی که باشه پاره میکنه و اتباعی کشور بدون وجه حق میکشه و خانه هایشان بالاخره میسوزانه و کارهای دیگری میکنه، این حق هیچ کسی برش قائل نشده. وقتی که خودتان شما میگین مرز داره، پس معلوم است که مؤسس این جمهوری مذهبی چون که آقای واکمن گفتن، پس دروغ میگه، شما نقض میکنین حرفای ازو. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. آقای ایمان بفرمایید. بله 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 بفرمایید.
من الان صحبت کنم؟ بفرمایید صحبت کنیم برادر. بله، میخواستم عرض کنم خدمتتون که در مورد من ایرانی هستم، افغان نیستم. عزیزان افغان، برادران عزیز ما که مهمان هستن، حالا چه اونایی که مهمانن موقت، چه اونایی که میان و مقیم کشور ما هستن، روی سر ما جا دارم، خیلی هم خوشحالیم. بنده شخصا خیلی زیادی هم دارم از برادران افغان و خیلی هم لطف میکنن، خیلی تلاش میکنن، خیلی زحمت میکشن برای یه لقمه نون حلالی که بذارن جلو زن بچهشون. فقط از طریق برنامه‌تون می‌خواستم اگه امکان داشته باشه تا حدودی خصوصا برادران افغانمون نسبت به حقوق شهروندیشون تو کشور ما آگاه بشن، بدونن که باید چیکار کنن. حتی اون دسته از عزیزانی که به صورت غیرقانونی هم تو کشور ما باشن نباید بترسن. خصوصا من گاهن میشتم مثلا سرقتی میشه ازشون یا هر علتی، میتونن پیگیر بشن، میتونن گمنام باشن. شماره 197 رو میتونن بگیرن، هر جای ایران باشن به صورت گمنام از طریق تلفن میتونن پیگیر بشن. اینا رو بدونن، یه جورایی انقدر مظلوم واقع نشن. چون گاهن میبینیم که مثلا چون یه شهروند ایرانی همه جا خوب هست بدم هست، چون میبینه که اینقدر اصلاح هستن و اینقدر نسبت به حقوقشون ناآگاه هستن، ممکنه ظلمی بشه در حقشون. واقعا در قلبمون به درد بیاد بعضی اوقات، واقعا بعضی اوقات قلبمون به درد میاد. ما هم اینا برادر ما شیعه هستن ولی ما مسلمانیم، هممون به اساسمون به عبدالله جمعه. ما از ته دل انشاءالله دعا میکنم که این مشکلاتش رو رفع بشه، خصوصا تو کشور افغانستان، کشور دوست برادر ما. خواهش میکنم، سلامت باشید. ما هم از شما سپاسگزاریم و از ملت ایران، از ملت پاکستان، از تمام ملت های همسایه که در برهه زمانی معین دیگه از ما استقبال کردن، از مهاجرین افغانی استقبال کردن، در کشورهایشان جا دادن اونها را. ما از اونها جهان سپاس و امتنان داریم، هیچ وقت ناسپاسی و ناامتنانی نکردیم. اما متاسفانه وقتی که حقوق این مهاجر که حتی به صورت قانونی بر طبق موازین و قوانین بین المللی وارد کشور دیگه میشه، از سوی دولت یک کشور دیگه نقض میشه، دیگه آدم حق داره که زبان شکایت باز بکنه. خب البته بیشتر مشکلات افغان ها و مشکلات مهاجرین و کارگران افغانی از سوی حکومت است. یعنی ما شاکی حکومت ایران هستیم، افغان ها شاکی حکومت هستند، شاکی برخورد پلیس هستند و دولت مردای اینجا هستند. اما ما بارها تکرار کردیم که ما از تک تک ایرانی های دیگه برادر ما شاکریم و سپاسگزار و ممنونیم. خب شماره 197 که برادر گفتن، البته باید آدم توضیح بده که شماره 197 شماره اطلاعات است. خب آقا محمد زمان بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. و علیکم السلام. بفرمایید برادر. کارکنای تلویزیون شما و همه خورد حضور که اونجا هست سلام من تقدیم بشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم از طرف تمام اعضای شبکه جهانی وصال حق خدمت شما و تمام بیننده های عزیز سلام میرسونم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما فقط یک شکی از سفارت خود افغانستان هستیم، نه از مردم ایران. الان واقعا ما گفتیم یک سفره ای که تو سفارت ایران تن میشه، یک سال یک خونه غریب بخوره تمام نمیشه. واقعا حرفتان واقعیت داره. ما هم از ابتدای برنامه هم گفتیم بدونی از این که اینای جورن یک کارگری که از روی ساختمان پرد میشه در زمین، اینه چی کارش میکنن؟ میاد از آقای سفیر یک نماینده بلا نسبت شما، بلا نسبت کلی شنونده ها، یک متر ریش داره، میگه ای از مرز عبور کرده.
بله سلام علیک. صدای مرا میشنوین؟ بله بله دارم. بفرمایید بفرمایید. بعد اینم میاد و آقای سفیر که نمایندش هم میفرستن میگه خودت برو از این مریض یکی شکایت میکنه میاد از این مریض بپرسه میگه اینا از مرد عبور کردن حالا بیمارستان که تحلیلشون نمیگیره. بعد نمیگه که یه از کدوم ساختمان اومده پایین، اینه کی هولش داد، اینه کی گفت. یه آقای سفیر وقتی که اینه نمایندش هم میفرسته در بیمارستان پالی او بنده خدایی که روی او تخت خوابیده پولم نداره، این آقا میگه اگر از مرز اومده پس باید کجاکه اومده دیگه. باید همی کاری ازی همی دوای ازی هم قطاخی باید بشه دیگه. حالا این که پول نداره، تو آقای سفیری که خون ملت افغانستان تک تکش خورده در ایران، از همه حقوقی مردم افغانستان تو خوردی، اما تو نمیتونی که یک بیمار اینم که ایروی ساختمان پرت شدن نه یا بالابر پرتش کرده، تو نمیتونی که اینه بگیری از همی حقوقی مردم افغانستان از همی پولش بگیری در روی زیبانی بگیری برادر. اینه من تو رو تقاوتت میکنم، خودم بدیست خودم میفرستم از خورم. اینه خون نمیگن واقعا ما گفتیم، ما ابتدای برنامه هم گفتیم که ایران نمیگن. بعد میگن که ما از تمام ملت ایران، از تمام خرد و بزرگ ملت ایران ما راضی هستیم، نه از اونایی که از خودمون میگیره در خودمون پیوند میکنه. نه از الان نگاه بکن، دو تا که حالا رئیس جمهوری دعوا دارن، اینا همه ملت افغانستان، چی ازبک، چی افغان، چی هزاره، چی هر کی هستن زیر پای گذاشتن به خاطر خورد و برد خودشونه. بله. نه به خاطر مای غریب، نه به خاطر او گدایی که جلوی را دست یا پیش دنبال یک لقمه نون جلو میکنه، و نه به خاطر یک مرده بیکفنی که اونا میگیرن بیکفن گورش میکنن. این آقایانی که دارن سر صدا میکنن که هی مریض جمهور بشم خون ملت افغانستان میخورن، او بیکفن گور میشه، اینا کجا میرن؟ کاش که بچه او این کار باشه، کاش قوم و قبیله این کار تشکر باشه، تشکر. کاش فامیل گیری پای ماشین و گیری پای سربازهای ایران لگد بشه. نمیشه. درست. خب برادر احمد، از اینکه وقت برنامه به پایان رسیده، از تماستان و از صحبتهایتان ما هم جهان سپاس داریم. خورد بزرگ، اصلا ما خیلی خوشحالیم که این تلویزیون خدا برای ما راهنما کرد. سلامت باشین برادر عزیز، سلامت باشین. خدا سلامت باشین. خب بیننده های عزیز و تماس، خب آخرین تماس بفرمایید. خوب است. بفرمایید آقا ناصر. بفرمایید ناصر عزیز. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حسن واشتن آقا. سلامت باشین برادر. خیلی ممنونم از شما، از برنامه خوبتون. خانه های ما رو روشن کردید. با خدا چقدر دوستتون دارم استاد عزیز. سلامت باشین، لطف شماست، حسن نظر شماست برادر عزیز. انشاءالله حق برادران افغان ما تو ایران پایمال نشود. انشاءالله مسئولان ایران بدانم که برادران افغان برادر ما هستم و حق هیچ کسی، هیچ مسلمانی پایمال نشود و ما به همه احترام بذاریم، چون ما مسلمانیم. از خدا بخواهیم که ما را به راه راست هدایت کنند. سلامت باشین برادر عزیز، سلامت باشین. از تماستان اظهار سپاس داریم. خب اگر حرف دیگر نیست که بریم سراغ بیننده بعدی. قطع شد. خب بیننده بعدی. خب بیننده های عزیز و گرامی، طوری که از ابتدای برنامه تا تقریبا دقایق پایانی را که ما داریم میپیماییم شنیدید، تقریبا یک اکثریت از بر علاوه از یکی از حکومت های همسایه شاکی بودند از دولت مردا و از حکومت افغانستان، از بی‌توجهی نمایندگی های افغانستان که در کشور هاست، و حتی فکر کنن که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان آتشه های
مهاجرین در سفارتخانه ها در شهر پشاور و اسلام آباد و کویته و مشهد و تهران داره، اما متاسفانه من نمیفهم که اینا چی کار میکنن، وظیفهشان چیست، مسئولیتشان چیست. واقعا باید احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران باز جا داره که بگه که دولت مردای افغانستان و حکومت افغانستان از ما تشکری میکنن و میگن که مهاجرینشان در کشور ایران از هیچ مشکل رنج نمیبرن. خوب دوستان عزیز و گرامی، بیننده های شبکه جهانی وصال حق، طوری که با ما بودید از در دو ساعت گذشته، درد دلها و شکایتها و مشکلاتی که مهاجرین افغانی در مخصوصا در کشور همسایه ایران داشتند بازگو کردن از طریق این شبکه. خدا کنه که دولت مردای افغانستان یا یکی از مسئولین این کشور دیگه ضمیرش و وجدانش بیدار شوه و متوجه مشکلات هموطنان و هممیهنان شوه که بنامی کشور و بنامی مردم و بنامی ملت دیگه صدها میلیون و میشه که بگیم ده ها میلیارد دلاره که طی ده سال اخیر سرازیر شد به زیر نام حمایت و نام زیر چتر و شعار دیگه مصرف بره، این ملت اینا خوردند و بردند. خب بیننده های عزیز و گرامی، در پایان برنامه از یکایک شما عزیزان که تماس گرفتید و نظراتتان را ابراز کردید تشکر داریم و از آن عده از بیننده های عزیزی که پشت خط ماندن و به علت ضیقی وقت نتونستیم تماس هایشان را دریافت کنیم از آنها هم معذرت میخوایم و از دوستان که مهمانان عزیزی که آقای با ما بودند، آقای فضل غنی کاکر و محمد عظیم واکمن، از آنها هم اظهار سپاس و تشکری داریم. تا دیدار بعدی و برنامه بعدی، همه شما فرزانگان را به پناه حضرت حق سبحانه و تعالی می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.